شده همه چی داشته باشی. خبر خوش براتون داریم. اولین خبر خوش برای کسایی که هنوز فرصت نکردن اسپانسر جشنواره امشو بشن که بتونن 100,000 فالوور واقعی برای پیج خودشون جذب بکنن. اگر شما میخوان جزء اسپانسرهای برنامه ما باشید و چند هزار فالوور واقعی داشته باشید و یک کلیپ رایگان و مشاوره رایگان ما رو داشته باشید، حتما با شماره تماس 0935-394-5000 با ما در ارتباط باشید. دومین خبر خوش برای کسایی که اسپانسر جشنواره امشو شدن. جشنواره امشو تاریخ 7/4/99 یعنی شنبه هفته آینده قرار شروع بشه. هزاران فالوور واقعی قرار مخاطب پیج شما بشن. سومین خبر خوش ما برای شما بینندگان عزیز برنامه هستش. کلی سورپرایز براتون داریم. دو تا خودروی 26، 3 تا پک کامل محصولات اپل و 100 تا جایزه 1,000,000 تومانی که همه و همه برای شما عزیز. سلام، امشوتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با پنجمین قسمت از امشو در خدمت شما هستیم و خیلی خوشحالیم که ما تماشا میکنیم. سلام، امشوتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه و امیدواریم که شب پر از خاطره براتون بسازیم و امیدواریم که امشو شب شانس شما باشه. خب الان بریم برای قرعه کشی. بله، همین اول برنامه یه قرعه کشی داشته باشیم. ما هر لحظه تو برنامه ممکنه قرعه کشی داشته باشیم. اینو برای دوستان عزیز که لایو ما رو دنبال میکنن میگم. خب من اولین اسکرین شات رو میگیرم. خانم محیا عباس زاده، فقط من یه چیزی بگم، ما اسکرین شات که میگیریم عکسی که گرفته میشه آخرین نفر کسی هستش که تو قرعه کشی برنده شده. بله، من بالا اومد، ببخشید داره فاصله افتاد. اینترنتتون اوکیه؟ آره الان اوکیه. MSNS1383 برنده دوم ما. بسیار عالی. خب امیدوارم که لذت برده باشیم و مبارکتون باشه. مبارکتون باشه. پس بریم برای پنجمین شو امشو با مجید صالحی. سلام 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 به همه بی ادعا بی ریایی که برنامه ما رو میبینن و نظر میدن، کامنت میذارن، انتقاد میکنن، انرژی هم میدن. سلام سلام به همه اون بی سر و صداهایی که آسمیان لایو ما رو میبینن ولی یه کامنت هم نمیذارن. حتی سلام به اون بی ادبایی که توی کامنتات یعنی زیر پستای مردم دنبال همسر مطیع و مؤدب و با حیا میگردن. حواسم بهتون هست. سلام به همه بی اعصابایی که مثل سامان عزیز همیشه میان به من گیر میدن. بسه. بله. بسه مجید جان. جونم داداش. سلام به همه بی توجهان. سلام به کسانی که متوجه نیستن که وقت برنامه همینجوری داره میره. من میگی؟ نه خدایش اینو خب حق میگه. راست میگه. وقت شما تلاست. خب بریم امشو پنجمین شو برنامه امشوه. پس بزن بریم امشو. امشو.
خسته نباشی. کامنت های وحشی، کامنت های رام که زیر پست های امشون تو اینستاگرام، و سلام به همه اون فیک های دلشکسته و دلخسته ای که تو کامنت ها دنبال هم صحبت میگردن. سحر، سارینا، ساناز، صدف و سرکار خانم سامانتا. ای جواد، اینجا تو چی کار میکنی؟ به نام خدا، من جواد خاجوی هستم، اینجا امشوه. بیا بابا، کرونا میگیریم از ساخر. برنامه رو اشتباه گرفتی یا؟ یعنی چی اشتباه گرفتی؟ یعنی بگم کی بهت گفت اصلا بیا اینجا یو داری لایو میریم؟ بابا شما فراموشی دارین ها، سرکار خانم پاکتل هفته پیش گفتن. چی؟ سرکار خانم سمانه پاکتل اونجا نشسته بود، من اومدم اونجا، گفت این آقا رو بیشتر استفاده کنید. آها، با همسر گرم آقای کاظمی. بله. اینجا نه بله، ایشون همکار محترمی هستن، ایشون گفتن، منم گفتم چشم. ما ولی ما اینجا اتاق فکر داریم. بعدم یه جور میگی سرکار خانم پاکتل، انگار مثلا ملکه انگلیس گفته. بیا برو. ملکه انگلیس چون خارجیه برای شما ارزشمنده، ولی خانم پاکتل چون ایرانی ارزشی نداره. نه الان چیه جمله میگین جدیدن مود شده سری 100 تا بهش چیز میچسبونین، حاشیه سازی میکنین، الان چه ربطی داره؟ اصلا ربطی نداره به اون. ربطش به اینه، ببینین این جلیقه الان ایرانیه، ولی چقدر با کیفیته، چقدر خوشگله. اما مجیده چی گفت؟ این جلیقه منو تو چرا پوشیدی آخه؟ نگو دیگه جلو برنامه، چه آدم زایی. تو چرا جلیقه منو پوشیدی؟ نگم خب نمیفهمه مردم؟ دیدن اینو تو برنامه، دیدن من اینو قسمت دو سه پوشیدم اینو. شما برای چی جلیقه میپوشید؟ مگر برای مجری شدن تنها یک جلیقه کافی نیست؟ حالا مثلا تو به من تیکه انداختی؟ نه من غلط بکنم. خب بیا تشتیری دیدین ماشالله، تشتین دیدین ماشالله، الان من اینفلانسر شدم. آره؟ بله صد که اومد رو تمینم. بیا برو بابا، بیا برو نمک دیدین. آقا ویل کن بابا چی، برو برو بذار بمونه قربون. راست میگه دیگه، بذار من دو دقیقه بمونم، سورپرایزت نکردم میرم. نه نمیخوام، بیا برو اونور بیرون قربون. آقا بذار بمونه قربون. آقا نمیخواد، چجوری بمونه چیکار کنه؟ آقا من اصلا یه لحظه واسا اینجا نمیشه که بمونی قربونت برم. ما اینجا اتاق فکر داریم، همینجوری نمیشه. نه نه مثل اینکه همینجوری الکیه میگن شما بمونی. ولی خب باید با من هماهنگ بشه، همینجوری هر کیو میپرسین حساب. نه دیگه بابا، دو دقیقه خفه شین بابا. این کسا باز آقا مرس، ممنون. بیا برو تو سم. آقا اصلا حضور من بابا، یه دقیقه برو من بزنم، نمیخوام. خب بیننده عزیز، خیلی مخلصیم، ببخشید اصلا به هم زد. میریم یه موسیقی زیبا از سامان احتشامی. من قراره تو این موسیقی من کمک بکنم. تو چه کمکی تو موسیقی بکنی؟ حضور بنده هیجان رو تزریق میکنه به برنامه. من هماهنگ کردم آقا. من قراره با اصلا بیا اینا، این سازو کی گذاشته اینجا؟ میکروفون کی گذاشته؟ با ما هماهنگ کردیم دیگه. آقا بیا برو، بیا برو بیرون. آقا اجازه بده. آقا احتشام شما یه چیزی بگو. احتشام بیا برو بیرون. سامان جان نوکر عزیز من، حالا یه بار امتحان کنی. آخه بابا یعنی چی؟ قربان آقا ایشون سامان احتشامی رفیق منه، استاد. گوش کن، من ازش خواهش کردم، تقاضا کردم بیا تو برنامه کنار ما باشه، لطف کردن، دعوت ما رو پذیرفتن، اونم یه بخش ازش به خاطر دل مردم، ولی برای من همواره استاده، نباید تو بشینی بزنی. بلند شو بیرون. من اصلا خودم شاگرد ایشون هستم. واقعا؟ نه آقا چیز گفتم، منظورم بود که غلامم، شاکرم، سربازم. بابا از این لفظا اومدم بابا، بخیال دیگه ما رو میندازی بیرون دیگه. حالا بزن قربونت برم. آقای سامان حالا میگی بزن، من فردا جواب رفیقامون همکارامونو بگن چرا گذاشتی سامان با ایشون. بابا اشکال نداره، باعث افتخاره. جواب جان چی بزنیم بابا؟ استاد هر چی عشقت میکشه بزن، از من نپرس چی بزنیم، شما بزن من میام روت. رو نیست که برو. درسته، رو میدی همین هم میشه.
مبارک الله. آفرین. میگه برو برو چاکر آقا، مخلصم من، چاکر همه هم هستم. شگفتانه شدین الان، سورپرایز شدین. بله نه خداییش خوب زد، خدایی خوب زد، شگفتانه هم چیزه سورپرایز. آقا بریم قسمت دوم سریال مزاحمت. چی جان؟ قسمت پیش شما گفتی خسته این بریم یه چیزی بخوریم، شما خسته میشی میری چیزی میخوری؟ من گفتم قسم. بله خسته میشن استراحت میکنن. چه خسته میشن؟ آها سریال آقای ایرج ملکی رو میگید. خسته میشن. آها پیشنهاد داد بریم خسته. خب نگاه اشار اونجوریه. خب میریم سریال قسمت دو مزاحم کیست. در قسمت قبلی سریال دیدیم که یک مزاحم خارجی مزاحم سرکار خانم بازیگر شده بود. به نظر شما این مزاحم خارجی کیست که این گونه دلشوره به دل همه ما انداخته؟ بریم قسمت بعدی رو ببینیم. بریم بیرون. مزاحمت؟ مزاحمت کی؟ یه مزاحم خارجی. مزاحم خارجی؟ چرا واضح حرف میزنی؟ بابا کرونا رو میگم. آها بازم کرونا. به خاطر کرونا مسابقه های ما هم به تعویق افتاد و برگشتیم. انشالله خیرش در این باشه. چی بگم؟ دست شما بکنه. چیزی دیگه میل نداری؟ دست شما بکنه. خیلی ممنون. متشکرم. خب تولدتون رو تبریک میگم. اینم خدمت شما. به به برام کادو گرفتی؟ خدمت شما. نیستی؟ برام مایه ضد عفونی گرفتی؟ ببخشید دیگه این روزا بهتر از این پیدا نمیشه. بله البته اینم هست تقدیم شما. حالا این یه چیزی. ممنون. خواهش میکنم. البته یک سورپرایز ببخشی شگفتانه دارم. واقعا؟ زود باش بگو ببینم چیه؟ عجله نکن خود متوجه میشه. ای اذیت نکن دیگه بگو. به خاطری که خستگی پرواز از تن در بره موافقی یه لطیفه بگم؟ چرا که نه سراپا گوشم. بی اسکلت میگن که خب یه خالی ببند. چی میگه؟ اونم جواب میده توپولو هم توپولو. ممنون خوب بود. خواهش میکنم. امیر نمیخوای بگی کجا میخوایم بریم؟ مثل که 6 ماه به دنیا اومدی. گفتم دیگه عجله نکن خودت متوجه میشی. اگه خسته بذاریم یه روز دیگه. خب مگه نگفتی که سورپرایزه؟ سورپرایز نه، فارسی رو پاس بگار. شگفتانه. امیر میتونم این عروسک رو بردارم؟ ببین چقدر نازه. آره خوبه هرچی میخوای بردار. خب خیلی هم عالی. من ببخشید اینو فقط بگم اشتباه گفتم قسمت سوم بود. من عذرخواهی میکنم. بفرمایید. به به افتخار داریم که مهمون داریم. گروه حاجی لیتو آهنگ دلبر با صدای عزیز دل امید حاجی لی. به به بریم حالشو ببریم. اگه دل دل بر و دل توی دل بر کدام دلی دارم خراب و خریدار محبت نگاه عاشقم نقش بسته در نگاهم من عاشق برای دیدن تو بیقرارم همه دستا بادا اگه تو دلبری داری دل منو میبری
عاشقم کردی و میکشی منو هر بری. اگه تو دلبری داری دل منو میبری، واسه داشتنت خودمو میزنم به هر دری. ای جان با من باش مجید. اما سامان اعتشامی توی دل بر کدام است؟ دلی دارم خراب و خریدار محبت. نگاه عاشقم نقش بسته در نگاهم. من عاشق برای دیدن شما ها بیقرارم به خدا. دستای آذری یا شاس نظر بای جان پشت صحنه صدا دستا رو بشنوا. اگه تو دل بری، اگه تو دل بری، صدا جیغان بیا. اگه تو دل بری، اگه تو دل بری، یه جیغ کمشو بره هوا. اگه تو دل داری داری دل منو میبری، عاشقم کردی و میکشی منو هر بری. اگه تو دل داری داری دل منو میبری، واسه داشتنت خودمو میزنم به هر دری. ای جان با من باش. هورا! آفرین آفرین، به به، افتخار میکنیم به گروه هاجیلیتو. درامرمون رادین رفیع‌زاده عزیز، افتخارشون. ترامپت حسن آقا فراهانی یه دونه باشه. بهترین نوازنده ترومبون کشورمون حسن آقا شریفی. پرکاشن نوید چرامی عزیز. نوید که نوازنده کیبورد سهیل عبازری. باس گیتار مصطفی زنده دلان. الکتریک گیتار آراد یادگارفرد. بسیار لذت بخش بود، دمتون گرم. خیلی مخلصین، زنده باشین. خب بریم معرفی مهمان برنامه، مهمان اولمون. تلان پروانه متولد اواسط تیر سال 1377 در شهر شیرازه. و خب شیراز هم که اصلا به دو چیز خیلی معروفه، یکی زیبایی دختراش و یکی هم گیرایی شعرهای حافظ و سعدی که اصلا آدم رو مست از جام باده الهی میکنن. واقعا که علایا ایو حساقی. در اون زمان که ما بزرگترین دستاوردمون خود کفایی در روشن کردن ماشین لباسشویی و نگفتن مامان بیا منو بشور بود، تلان پروانه در 6 سالگی پلانهای پروانه به افتخارشون. سلام سلام.
سلام. سلام. شبتون بخیر. بفرمایید. خیلی خوش اومدین. متشکرم. معرفی نام دیدین یا نه؟ بله دیدم. پشت صحنه. چیه؟ خیلی جالب بود. فقط یه نکته‌ای داشت راجع به قسمت آخرش، اینکه آرایشگر من خداست. چند بار می‌خواستم توضیح بدم ولی گفتم حالا شاید جاش نباشه. حالا گفتین. خب می‌خوام هم سلامی بدین به بیننده‌ها و فالووراتون. بله حتما سلام عرض میکنم خدمت شما و دستن در کاران این برنامه و فالوورای پیج ویترین. خب اون توضیح را میخواستیم بدین، اون جمله‌ای که گفتین میخواین. بله درسته، من توی مصاحبه‌ای که فکر میکنم 4 سال پیش انجام دادم پرسیدن که توی بچگی مثلا چیزی میگفتی، حالا تیکه کلامی چیزی، گفتم آره. خیلی هم میومدن میگفتن آرایش کردی، 4-5 سالم بود یعنی خیلی کوچیک بودم، میگفتن آرایش کردی مثلا چشاتو ریمیل زدی چیکار کردی، میگفتم نه خدا کرده من مثلا کاری نکردم، من کوچولو هم فلان، یه همچین جمله گفتم که حالا اون اشتباه برداشت شد و یه سری شیطنت کردن که الان من گفتم من آرایشگرم خداست و من مثلا عجب آدم های نامردی هم. نه اشکال نه، میشناسمشون آقا احمد رضا کاظمی عزیز و اینا رو من میشناسم، میشناسم چه نیک یوسفی و صابر و همه این تیممون رو میشناسم. نه اشکال نداره، اینم بالاخره از توی فضای مجازی خب برداشتن. من خب کودکی شما رو هم به یاد دارم، با هم بازی کردیم توی سریال خوشرخواب. دختر کوچولویی بودین، الان یک خانم بزرگوار، یک لیدی. انشالله که برقرار باشین، خیلی مخلصیم. با کرونا چی کار میکنین؟ دیگه ما مثل همه این قرنطینه رو اوایلش خود سخت بود ولی بعد باش کنار اومدیم، سعی کردیم کارهای روزمره رو انجام بدیم، مثل همه تو خونه موندیم. تا رعایت کردی واقعا؟ واقعا هیچ جا نرفتیم، یعنی تا جایی که میشد. کار جدید چه خبر؟ کار جدیدم یه سریال نمایشخانگی و یه کار سینمایی و یک تئاتر. چیزایی که تئاتر؟ بله. یعنی الان می‌خوایم بریم تازه شروع کنیم تمرین کردن و اینا؟ به خاطر این شرایط کرونا و اینا خب همه چی ما قرار بود قبل از عید شروع بکنیم که همه چی خیلی عقب افتاد، یعنی همه چی متوقف. با کی کار کردی؟ تا حالا یا الان؟ نه تا حالا که میگین. فکر نمیدونم اجازه دارم که اخبارشو منتشر بکنم. آها. یا نه ولی آن سگرت فعلا. کارهای قبلی خب دو تا کار تاعت کردین؟ 4 تا اگه یکی از کارهای واقعا 4 تا ماشاءالله. و تئاتری هم شدین دیگه اساسی؟ نه ما بس جدیش نگاه میکنی، تفننی نگاه نمیکنی؟ من خودم خب خیلی تئاتر رو دوست دارم، یعنی اینکه آدم با تماشاگر میتونه اون ارتباط رو زنده برقرار بکنه رو خیلی دوست دارم، ولی خب سعی کردم یه جوری باشه که فقط حالا به خاطر تجربیاتی که حالا توی سینما و کارهای این چنینی داشتم به خاطر اون وارد نشم، یعنی دوره هایی رو گذروندم با حالا استادای خیلی بزرگ، زبان یعنی بیان و بدن کار کردم که با یک حالا دانش بیشتری وارد تئاتر بشم بعد از مدت. کارهای تئاترت با کیا بود؟ تو کار آخرت؟ کار آخر امشب اینجا بود که کارگردان خانم مژگان خالقی بودن و کار قبلش هم کار آقای کوشکی، هفتمین جان سگ. هفتمین؟ هفتمین جان سگ. آه هفتمین، آه خود آقای کوشکی هم بازی میکرد؟ بله بله. از بازیگرهای خوب هستن آقای کوشکی عزیز. خب قصه نباشید، اذیت نکنیم ما شما رو. نه؟ سفارش کردن که زیاد خانم پروانه رو اذیت نکنید، چیزهای خاصی گفتن ازش نپرسیم، ولی کلا رزومه خوبی داری از بچگی و واقعا کارهای درخشانی انجام دادی. لطفا. تا این اواخرم واقعا کارهای به یاد موندنی بوده. در بزرگ سالی هم الان داری کارهای خاص و گزیده کار هستی و انتخابای درست داشتی. میخوای یکی از کاراتو ببینیم؟ بله حتما. آره بچه ها اگه یکی از کارهای خانم پروانه که خب مرگم من میخوام برم خرید، تو نمیای؟ نه میترا، یه عالمی کار دارم که باید انجام بدم. پس من میرم، بای، خداحافظ.
سلام خوشگله، خدمتتون باشین. برین گم شین، مزاحم نشین. مزاحم چی ته مرام برین. گم شین وگرنه چی؟ این شورا برین. خب دیدی؟ خیلی عالی بود. اینو آره؟ من خودم ندیده بودم. قسمت از کارو نه. خب البته اینجا ما تصویرمون قطع شد. درست ندیدن. ولی دیگه آشنا بودم، هم با فیلم فراری آشنا بودم، همین صدا گذاری که روش شده بود دیگه مسلط بودم. کار مزاحمت یک بله آقای رج ملکی بود. بله. و کار با آقای داوود نژاد چطور بود؟ کار با آقای داوود نژاد خیلی سخت، خیلی سخت و خیلی لذت بخش برای من، چون من خودم چالش رو تو کار بازیگری خیلی دوست دارم، یعنی دوست دارم این سخت گیری ها رو، حساسیت های زیاد رو دوست دارم، ولی اوائلش یه خورده برام سخت بود، یعنی خیلی خب آشنا نبودم، داشتم تازه آشنا می شدم، خیلی سخت بود. ولی دیگه کار دوم که کار مصائب شیرین دو بود که قسمتش هم توی منچستر فیلم برداری کردیم، منچستر و لندن، دیگه آشنا بودم کاملا، یعنی دیگه میدونستم که سخته. کارگردانه خیلی خوبه. خیلی بله. خیلی. ما هم سلام میکنیم به آقای داوود نژاد اخوی. با آقای داوود نژاد بازیگرم یک کسالتی داشتن، امیدوارم که برطرف شده باشه. به رضا داوود نژاد عزیز، به کلا به خانواده داوود نژاد ان شاءالله که هر جا هستن برقرار پاینده باشن. زبان انگلیسیتون هم خیلی خوبه نه؟ چون یکی دو تا از پستاتون من دیدم کپشنای انگلیسی مینویسین. بد نیستم اونا انگلیسی. آره؟ تا جایی که من یه جمله الان از شما بخوام انگلیسی میگین ان شاءالله ببینم. فکر کن مثلا شما در یک فستیوالی شرکت کردی، جایزه گرفتی. دارش. حالا از هیئت داورا میخوای تشکر کنی به خاطر این انتخابی که کردن. خب اگه کاندید بشم تو همچین مراسمی قطعا قبلش متن آماده میکنم، چون اونقدر مسلط نیستم که بخوام بگی من از هیئت جوری به خاطر انتخابم تشکر میکنم. فعلا تشکر میکنم به فارسی تا بعداً متنش آماده کنم براش. خب اگه انگلیسی بگم یه متن انگلیسی، بچه‌ها یه متن انگلیسی من بذارم ببینم شما فارسی اینو میتونیم بگیم با هم بریم. خب اینو میخونین؟ I burned. یکی از آوازهای ایرانی بوده مثل اینکه I burned, I roasted, last night I wrote a letter, hey taxi go, hey driver go, I'm from اندیمشک. فکر کنم مسختم مبرشکم که دیشو نومه نوشتم، حالا تاکسی بیا شوفر برو. هی تاکسی گو. من اهل اندیمشک هستم، این باشه. آره چقدر مدبی، ولی ترجمه کردین. اون قسمت آخرشو گفتم که فقط نشون بدم. خب یه دونه من میگم، حالا انگلیسی اینو بگو. الا یا ایها الساقی ادرک. چی؟ من انگلیسی اینو بگم؟ آره میخوای اول فارسی شو بگو بعد چیز انگلیسی شو؟ بگذاریم از این راست میگی چه کاریه. خب آقا شما انگلیسی چطوره؟ بد نیست. I can speak English well. خب بعد برنامه بعدی انگلیسی تو به اعلام کن. عزیز دلم، من اگر اجازه بدید به زبان فارسی آهنگ بعدی امید جان رو اعلام کنم. به به، اگه اجازه بدید. بفرمایید. خیلی هم عالی. اگه اجازه بدید. آهنگ بعدی امید حاجلی اسمش هست دلبر سیاه. البته من باید ذکر بکنم که نوازنده نیعنبان عزیز یاسر گرجی به گروه حاجلی تو اضافه شد. آهنگ دلبر سیاه رو با صدای نازنین امید حاجلی میشنویم و لذت میبریم. دمتون گرم. یه لحظه نگرده، من میخواستم توضیح بدم اصلا چرا این آهنگو میزنیم. توضیح بدم یا ندم؟ دیگه لایوه، نمیتونی بگی توضیح نده اصلا، مگه میشه؟ من خب آهنگ زیاد دارم، ولی این آهنگو انتخاب کردم چون اسم برنامه تون امشوه و یه اسم جنوبی داره. بله. امشو، درسته؟ بله. شما گذاشید امشو، ولی ما میگیم امشو. بله. و
برای همین گفتم یه موزیک جنوبی خیلی باحال بزنم که ترکیب از چند تا ملودی های فولک آبادانی هست که با موزیک به برنامه‌تون بیاد و کلا بریم رو هوا. خیلی عالی. بریم. صدا دست و جیغا قطع نشه. به ما انرژی بدیم. بیا صدا ها. حالا یه جیغ اساسی عاشق تو میمونو ما قدر تو رو میدونو بدون تو نمیتونو یه چیزی رو خوب میدونو چیا؟ چه دل مرسیان آزاره ناز به جمالش داره نکنه بره غره کنه بره منو ترکم کنه نکنه بره غره کنه آره بره منو ترکم کنه اگه بره زندگی میشه بیرون میشه اگه بره زندگی میشه بیرون میشه آخه دل مرسیان آزاره ناز به جمالش همه جیغا کجا؟ همه جواب بدیم سیاه نارگیله سیاه صدا کمه سیاه سیاه آخ سپیده های صبح که من بیدار میشم به یادت خودت میدونی که دلم چقدر تو رو میخوادت از اون روزی که دیدمت کنار شد کارون دلم میخواست قدم زنونه بریم به زیر بارون دلم میخواد بهت بگم من عاشق صداتم اگه به هم بله بگی همیشه پا به پاتم دلم میخواد بهت بگم من عاشق صداتم اگه به هم بله بگی همیشه پا به پاتم دل برسیان آزار ناز به جمالش همه صدا کمه دل برسیان آزار ناز به جمالش همه دستای جنوبی بالا جونو مجید صالحی دستا بالا همیشو یه جیخ که همیشو بره هوا اومدی به خونمون سلام گفتم اینا مهربون سلام به کنار ما بمون سلام نکن آزارم سلام تو نه دوست دارم دلم بردی سلام توی دلدارم یالا 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 بالا 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 همه دستا بالا بهش بگیم ماشالله سمبو سلام ما با تو هیچ وقت پیر نمیشم از دیدن تو والله سیر نمیشم ما با تو هیچ وقت پیر نمیشم از دیدن تو والله سیر 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 که ما با تو هیچ وقت پیر نمیشم از دیدن تو والله سیر نمیشم ما با تو هیچ وقت پیر نمیشم از دیدن تو والله همه با دل برسیا کمه دلبر سیا خانم پروانه دلبر سیا آخه دلبر سیا نازار ناز به جمالش داره ماشاءالله 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 چه حالی
امید حاجیلی، نوازنده ترومپت و خواننده پاپ کشورمان، که اگر به جای خوانندگی مدل تبلیغاتی شرکت‌های تولید خمیردندان می‌شد، دیگر نیازی به حضور کریم باقری در این عرصه نبود و امید یک تنه تمامی برندهای خمیردندان را پوشش می‌داد. به این خواننده پر انرژی از حیث شادی ترانه‌ها و 6 و 8 بودن ریتم آهنگ‌هایش می‌توان لقب شب‌پره مجاز و یا شمایی‌زاده داخلی را داد، در صورتی که شما فوبیای آمپول و یا حساسیت نسبت به تزریق متاکاربامول دارید، آهنگ‌های امید حاجیلی بهترین دارو برای درمان گرفتگی عضلات کمر هستند. برخی متخصصان ارتوپد آهنگ‌های او را به عنوان جایگزین فیزیوتراپی به بیماران حرکتی معرفی می‌کنند. به همین خاطر است که کارشناسان موسیقی از ترک ایداد او به عنوان پروکسیکام موسیقی ایران یاد کرده اند. با این وجود مصرف بیش از حد حاجیلی می‌تواند با عوارض جانبی همچون لرزش دست و رعشه بدن به همراه باشد. از این روست که گوش دادن خودسرانه به آهنگ‌های او بدون تجویز پزشک توصیه نمی‌شود. افراط امید در خواندن آهنگ‌های ریتمیک شاد، بانشات و پر انرژی به مراتب بیشتر است از افراط مجید خرات‌ها در خواندن آهنگ‌های غمگین، دپ و چسناله. چسناله ناله هایی که از عمق سینه برمی آید. به امید روزی که با ظهور یک امید خرات ها شاهد برقراری توازن دوباره بین آهنگ های غمگین و شاد در عرصه موسیقی ایران باشیم. خسته نباشی، ممنون. بسیار عالی، واقعا دمتون گرم، هم دم شما هم دم بچه ها، واقعا ممنون، واقعا عالی، بی‌نظیری. گروه درجه یک حاجیلی تو. البته همه بچه ها اینجا نیستن، جاشون خیلی خالیه. ما تو کنسرت های تهران سامان اومده میدونه، نزدیک 30 نفر رو استیجیم. اگه جا داشتین همه رو می آوردیم، ولی خب جا خیلی کم. آره، به بزرگواری خودتون ببخشید. فکر نمی‌کردم اینجا، بزرگواری خودتون رو به بزرگواری گروهتون ببخشید. خیلی ممنون، مرسی. فکر نمی‌کردم اینجا اینقدر فضا گرم و صمیمی باشه. خیس آره، ببخشید. ماشاءالله خودم اینقدر جنب و جوش و انرژی زیاد و جونم. خدا وکیلی من خوب شدن درد کمرم مدیون تو هستم. قربونت برم. واقعا. چون رفیقمی پول ویزیت ازت نمیگیره. خسته نباشی. مرسی از اینکه من دعوت کردی. خیلی افتخار دادی، لطف کردی. خیلی باحال، خیلی صمیمی واقعا. از بک استیج تا اینجا، خب شما کم رفقای قدیمی هستین. هر کیو که دیدم اونجا همه خوش برخورد، خوش انرژی. سلام عرض می‌کنم خدمت همه بیننده‌های عزیز. امیدوارم این لحظاتی که با هم هستیم کلی خوش گذره، خوش بگذره و این لحظات هم خوش گذشته باشه. منم سلام نکردم به آقای حاجیلی و گروهشون. ببخشید، شرمنده. ببخشید، خسته نباشین. خیلی مرسی، خیلی ممنون. در خدمتیم. خیلی نوکریم. هیچی، همین بریم دیگه، تمام. خوش اومدین، زحمت کشیدین، این قربونتون برم. شما ولی مثل تعلان خانم از بچگی نون بازی خودتون خوردین، واقعا زحمت کشید. نوجوانی شروع کردی موسیقی رو شما؟ من بچگی واقعا بله. آره، من از سوم ابتدایی پیانو زدم. از قبلش هم ماشاءالله تنبک می‌زدم، همینجوری خودآموز. داداشم چون سنتور می‌زد باهاش دستی تو ریتم داشتیم دیگه، همش هم شیشه هاش می‌زد، ما هم باهاش همراهی می‌کردم. ولی از 9 سالگی شروع کردم پیانو زدن، بعدش رفتم هنرستان، از اول راهنمایی 3 سال ویولون زدم، بعدش عوض کردم سازم، انقدر بد می‌زدم ویولون. ببخشید خیلی گرم. آره واقعا من معذرت می‌خوام. ترومپت انتخاب کردم و تی یک فرایند خیلی عجیبی ترومپتیست شدم، چون نمیدونستم واقعا اصلا علاقه دارم یا نه. به واسطه استاد عزیزی که اونجا اومد با هم کار کنه، استاد منوچهر اسلامی، علاقه من شدم دیگه. مثل تراکتور فقط تمرین میکنیم صبح تا شب و زدیم تا اومدیم بالا. خسته نباشی، انشالله که همینجور بدرخشی واقعا. و از اساتید بزرگ هستم، در دانشگاه هم تدریس میکنه امید جان عزیز. تو یه دانشگاه هم بودیم ما، نه؟ هنر معماری. من تو چند تا دانشگاه درس دادم. دانشگاه تهران درس دادم، هنر معماری بودم یه مدت، و دانشگاه صدا و سیما اون موقع که موزیک در موسیقی هنوز بود اونجا هم درس دادم. ولی خب هنر معماری ده تایم تقریبا زیادی بود. حالا شما که تاثیرات عالیه داری، وضعیت موسیقی رو الان چجوری می‌بینی؟ آخه یه چیز کلیه به نظرم، وضعیت موسیقی پاپ یا کلی؟ پاپ
و کلیالا. ولی حالا پاپ هم بهش اشاره کنیم بیشتر. خب من هرچی بگم بعدا به علیه خودم استفاده میشه، ولی موزیک پاپ که اصلا اوضاعش خوب نیست به نظر من، به خاطر اینکه خیلی مارکت به نظرم مریض شده، مسموم شده و همینجوری موزیکایی میاد بیرون که شاید خیلی فقط به بازاری بودنش فکر میشه و اینکه کار بازاری باشه مهم نیست، ولی اینکه خب همه چیش هم درست استاندارد باشه هم مهمه، ولی خب خیلی از کارهایی میاد که اون حد استانداردو نداره و کار خوبم هست ها خیلی، ولی یه آماری به من دادن چند روز پیش، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم نزدیک به 63,000 تا ایران خواننده مجاز داره که توی دفتر موسیقی، حالا بچه‌ها اگر به من بگن نمیدونم یا 63,000 تا یا 23,000، یه چیز خیلی زیادیه خلاص شهره، واقعا خیلی زیاده. خب چون هر کسی که یه ترک بخونه، الان شما یه دونه ترک بخونی اسمت اونجا بدی برای مجوز به عنوان خواننده مجاز میتونن رو حساب کنن. گفتین آمار چقدر بود عدد؟ فکر میکنم حدود 63,000 تا، حالا بچه‌ها دقیق‌تر میدونن در کسش، حالا اگه بگن که ممنونشون میشه، ولی خیلی زیاده، خیلی زیاده. و اینکه هیچ نظارتی روش نیست خب اصلا خوب نیست دیگه، فاجعه است به نظر. بعد نظر راجع به حالا بچهای جوان‌تر از خودت هم جملتون خیلی میشه... ناراحته برام. چه جوری دوست داری؟ دیگه الان چک کنم. اول من خواستم این گرمی می‌خوای کتتو در بیاری، گفتم نه چون عرق کردم. آره عرق کردم ترجمه نمیکنم. دیگه تحمل کن تا قد بیار رفیق. در مورد بچهای جوان‌تر از خودت، اونها رو آیا باهاشون اصلا میشناسی؟ بعد اگه میتونی نظری، من از الان چند تا اسم بگم مثلا در نظر در مورد رپ، رپ هم بچه های رپ هم میشناسین؟ میشناسم همینجوری دورا دور، ولی رابطه ای ندارم به اون صورت که بگم حالا به عنوان دوست و رفیق. کاراشون ولی حالا گوش دادی؟ تک و توک، خیلی پیگیر موسیقی رپ نیستم. خب ولی فکر کنم همسن و سالای شما هم باشن این نسل، شما هم بعضی هاشون رو بشناسین. مثلا یاس. یاس که خب درجه یکه همه میشناسنش. بله. کاراش هم درجه یکه منم میشناسم. سهراب ام جی. سهراب ام جی من کاراش رو تو ذهنم نیست، نمیشناسم. خب سروش هیچکس رو ولی میشناسم، کاراش هم خیلی دوست دارم. سروش هیچکس. آه عرفان پایدار. نه خیلی آشنایی ندارم. شما چی اینا رو میشناسین و کاراش نظرتون چیه راجع به کارا؟ یاس. یاس که آهنگاشون واقعا فوق العاده است. سهراب ام جی. گوش کردم آهنگاشون و این اسمایی که گفتیم. عرفان پایدار خوبه آهنگاشون، تک و تک گوش دارم. خانم جاستینا. خیلی خاطرم نیست آهنگاش. خانم صدای خانم گوش نمیدم. آفرین، ما هم همچین مهمونایی دعوت میکنیم. دیدین چقدر برنامه درسته قشنگ. کسی هایی آوردیم که صدای خانم ها رو بشه. شما البته یه وقتایی تو خلوت خودتون بشنفی شدادی نداره. شما سه سال دیگه استیج تو خریدی. نه ولی نه شوخی کردم. نه هم شوخی نکن، همونجوری خراب نکن. نه نه خواهش میکنم تو رو خدا. ولی چیزه نه، ولی نمیشناسم ایشون که گفتیم. مرسی، خدای شوی منم نمیشناختم. یکی اومد اینجا رد میشد به ما گفت، ما هم گفتیم اینجوری. در واقع واقعیتش تو گوشی به هم میگن. خب الان چی میخواییم بگین؟ بگذاریم عجب مردم آزارایی هستن. فوت کردن؟ چی؟ فوت کردن؟ نه یادت فوت میکردن؟ چه کاری بود؟ زنگ میزدن فوت میکردن، یادت میاد؟ این؟ خودم هم میکردم فکر کنم، یکی دوبار این کار کردم. زنگ میزدی فوت میکردی؟ به دوره شما یه سیگنالی بود دیگه، یه سیگنالی بود که میدادی که مثلا اگه یکی منتظر بود دیگه. آها کد بوده. آره برای ما کد بود. آره. بعد اگه خودش نبود بعد فوت نمی‌کرد. اصلا همین شد که من ترومپت زدم، اینقدر فوت کردم که نفسم قوی شد. ریشش از این فوته اومده بعد. هی فوته قوی تر شد دیگه، ساز دادن دستم. خیلی جا سیگنال فرستادی که قوی کردی. فی کلا رو اتو سیگنال بودم من، همینجوری اتو سیگنال داشتم فوت می‌کردم. به مهاجرت هم تا حالا فکر کردین؟ مهاجرت قانونی قانونی یا غیر قانونی؟ آره مهاجرت خیلی سخته. من خب من دو تا برادرم آلمان زندگی میکنن، 20 خورده ای ساله، ولی چون مسافرت زیاد میرم و دیدم اروپا اینا خب زیاد دیدم، دوست ندارم، با حال و هوام و روحیه‌ام سازگار نیست. ولی آمریکا و کانادا نرفتم، نمیدونم شرایط چه جوریه. استرالیا هم کنسرت داشتم دیدم، اونجا هم دوست نداشتم برای مهاجرت. ولی کلا مهاجرت روحیه عجیبی میخواد به نظرم. شما چی تعلق خانم به مهاجرت فکر کردین؟ منم نه راستش، چون وابستگی به کشور خانواده
خیلی زیاده. حالا اگه مهاجرت نکنید تو خانواده، شما از اون دسته جوانای امروزی که میگن ما می‌خوایم مستقل زندگی کنیم، تنها زندگی کنیم، شما جز اونا هستین یا نه؟ خود میگین که من میخوام مستقل و تنها زندگی کنم. آخه به نظرم مستقل بودن با تنها زندگی کردن یه خورده شاید فرق بکنه. من از بچگی حالا به اقتضای کاری که داشتم و حالا خانواده تربیتشون حالا جوری بوده که انقدر با هم دوست بودیم و این شرایط رو بر من مهیا میکردن که خودم خب تصمیم بگیرم برای کارهایی که میخوام انتخاب بکنم. تقریبا از موقعی که سواد خوندم و نوشتن یاد گرفتم دیگه از 8-9 سالگی تقریبا کارا رو خودم انتخاب میکردم. این استقلاله رو یه جوری تجربه کردم. فکر نمیکنم اگه خانواده با فرزند دوست باشن، رابطه خوبی داشته باشن، این خیلی اذیت نمیکنه که یعنی بخوای با خانواده زندگی بکنی یا جدا از خانواده. این به نظر موزل بود. دست از آدم ها که دوست هستن، خیلی صمیمی هستن با پدر مادرشون، براشون خیلی قابل احترام و مقدسه، ولی عقیده شونه که خب من شرایطم طوری که باید تنها زندگی کنم دیگه الان تو این سن. نظر راجبه اونا چیه؟ من اینجوری فکر نمی کنم، چون اگر مثلا بخوام کار رو بگم خب با همه شرایط من اون آدم هایی که میخوان تنها زندگی کنن نظرتون راجع به اونا چیه؟ خب آخه خودشون باید تصمیم بگیرن. من نمیدونم، بعد ببینیم که واقعا برای چه اساسی میخوان این کار بکنن. برچه اساسی؟ مثلا آقا من خود من قبل از اینکه مادرم به رحمت خدا بره، قبل از اینکه ازدواج کنم، دیگه یه سالایی رو تنها زندگی کردم. علتش هم این بود، مثلا سر فیلم برداری بودم، فیلم برداری ساعت 3:30 تمام میشد، 4 صبح تمام میشد، میومدم خونه، بعد میومدم تا صدای کلید و آهسته آهسته مینداختم تفلک مادرم بیدار میشه، میدم منتظر منه، میدم عذابش دارم، میدم اذیتش میکنم، و چون میدونست من شب میخوام برگردم دیگه بیدار میمون تا 4 صبح 5 صبح که ما شب کار بودیم. بعد رفت رفت ازش اجازه گرفتم، گفتم خب شرایطم اینجوریه، اگر اجازه من تو رو دارم اذیت میکنم، ولی هر روزم میام با در تماس هستم و سر میزنم، ولی اینجوری من معذب میشم بیام. علتش اینه، ولی برای من عزیز و بزرگواری، روحش هم شاد. ولی بخ... مثلا من خودم این بود منطقم. خب یعنی... خیلی منطقی صحبت کردیم. این منظورم این نبود که حالا بگیرم نمیخواستم برم خلاف کنم، چیزی بکشم، لحو لعبی انجام بدم، نه. مگه داشتم... چیزی نمیکشی شما؟ چی؟ چیزی نمیکشی؟ قبلا میکشیدم. من الان اعتراف کنم چیز بگم، من سیگارم دیگه نمیکشم. به به. به افتخار آقای صالحی. خب 8 ماه پیش امیر نوری گفتش که بریم یک جایی هست، میریم صحبت میکنیم، ترک میکنیم. گفتم این جفنگا چیه مگه با صحبت؟ گفت به حضرت عباس. هم رفتیم نشستیم، روز اول که صحبت کرد آقا رضای عزیز، هر جا هست پاینده باشه، آقا ما ترک کردیم. آره ولی سیگار میکشیدم. تفلک دو سه بارم اینو اعتراف کنم، سیگار کشته بودم، من میرفتم دنبال مادرم، بعد میگفت بریم سر خاک بردارم، میرفتم یه بار قبل از اینکه میخواستم برم همیشه مسواک میزدم، بعد اوتکولون میزدم که میرم اونجا بوی سیگار ندم. یه بار دیگه از سر فیلم برداری رسیدم برم دنبالش، تفلک گفت بوی سیگار میاد داره؟ گفتم آره نمیدونم. یه کسی نشسته بود، گفتم دروغ نمیدونم تو. گفتم آهان چرا؟ گفت خودت کشیدی. گفتم آره. گفت برای فیلم کشیدی؟ خدا بیامرز منم دروغ هایی گفتم، آره برای فیلم کشیده بودم، نقشم بودش، ولی آره موقعی که یواشکی میکشیدم، ولی الان ترک کردم. خب حالا تو بگو از کشیدنات، سر شوخی رو وا کردی، جدیش کن ببینیم. آخه پشت همه ماها از این حرفا خیلی زیاده، برای همین گفتم مگه شما نمیکشی؟ به خاطر اینکه خب به گوش من که خب راجب خودم خیلی یعنی به گوشم میرسه دیگه که امید فلان چیزو میزنه سر ساخت اون آهنگ، حتما روی فلان چیز بوده، اون چیزو میکشه، اینو میخوره فلان. خب الان علاقه ماله من... چیزی نیست که، مال اون بک استیج نیست. خب که من شما چند وقت گفتی ترک کردی؟ من 8 ماه. 8 ماه. من 37 سالمه تا حالا لب به سیگار نزدم، لب به قلیون نزدم. لب به چی زدی؟ علاقه ماله چیه؟ چی؟ مال تخت لب به ترومپته که اینجام نزدم، ولی علاقه خود گرمه. علاقه مال گرمه. نه ولی واقعا من علاقه هیچی نیستم، نه سیگار، نه قلیون، نه هیچ گونه نوشیدنی های الکلیک، نه هیچ، من هیچ نوع مواد مخدر، هیچ هیچ وقت یعنی نبودم، نه که ترک کنم یا ترک کرده باشم. خب ما که تاکید ما معلوم صادق هستم که اگر که مصرف کنم بگم، ولی اصلا نه. هیچ وقت. حالا خب خانم پروانه شما بگو چی کشیدی؟ ما گفتیم صادقانه. من راست شاید
الان پدرم برای اولین بار باشه اینو ببینه، ولی مامانم خب میدونه چون سر کار معمولا منو همراهی میکنن. یه موقعی برای همین کار آخر گربه سیاه آقای امینی گفتن که باید توی کار سیگار بکشی. بله آقای کریم، چرا این کار میکنی با بچه من با و خب من بهشون گفتم که این که من اصلا سیگار نمیکشم خب معلوم میشه میخوای حس کنی. گفتن نه، به اقتضای حالا نقش باید یه جاهایی این دیده بشه و اینا. یه فرصت بهتون دادن سیگاریشین برگرد و یه سریال به من معرفی کردن، گفتن این سریال رو ببینی اصلا خودت کشیده میشی به اون سمت. دیدم ولی خیلی سریال کلن فیلم نامش و کارگردانش بیشتر جذبم کرد. واسه همین دیگه یکی بلایندرز رو میگین که اون میدونی که یکی از رکنای اصلی کارشون بود. بله میدونی که اون سیگارش گیاهیه، در واقع سیگار مخصوص براش میسازن چون خودش سیگار نمیکشه. اگه اون سریال میخواست سیگار بکشه الان مرده بود چون همش داره میکشه. مثلا 6000 تا مثلا که خیلی تعداد نخ بالایی کشیدن. خلاصه اینو گفتن و دو سه بار همونجا حالا سر کار و سر تمرین برام گرفتن همون سیگاری که باید میکشیدم، تمرین کردیم. پدر ببخشید اگه الان اینو میبینی، ولی دیگه بعدش یعنی بعد از فیلم برداری آخرین باری که کشیدم همون و دیگه. ولی اینجا الان از پدر بخوا که ببخشتت. شانس آوردن این اقتضای کار ماست دیگه. سریال نبوده مثلا از این سریال بود. اگه سریال بوده احتمالاً پدر رو سایه می‌کردیم. ولی من پدر بزرگم خدا رحمتشون بکنه یه خیلی حساس بودن روی قضیه و 6 تا دخترشون رو جوری سعی کردن شوهر بدن در واقع که هیچ کدوم اهل دخانیات نباشن و خانواده هیچ کدوم به خاطر پدر بزرگم جوری انتخاب شدن که اهل دخانیات نیستن هیچ کدوم. پدر مادرت خیلی زحمت کشیدن برای تو من. توی این حرفه چون از بچگی واقعا شروع زود شروع کردی، یعنی از امیر نوری که فکر کنم 7-8 سالگی شروع کرد کودکان کار حسابش کنی، شما از اونم پایین تر بودی ولی خیلی مواظبت بودن میورده. من یادمه خیلی زحمت من. کشیدن خیلی واقعا ازشون تشکر میکنم، مادرم، پدرم و برادرم که خب 2 سال از من بزرگتره ولی همه سختی ها رو اونم تحمل میکرد، خونه تنها موندن ها و چیزای دیگه، ولی خب واقعا مادر پدر خیلی زحمت کشیدن. خیلی انشالله که برقرار باشن. مادر پدری کاش... مگه هست که زحمت نکشه برای بچهش؟ بله انشالله همه شما. ای کاش خانواده هایی که از فرزندانشون مخصوصا فرزندان اون چیه؟ ست تا آن لایف تا دقیقی دیگر قد می شود. مرسی محمد. بله داشتم عرض می کردم خانواده هایی که از فرزندانشون مخصوصا فرزندان دخترشون حمایت می کنن انشالله بیشتر بشن. یه اتفاقات تلخی داره می افته، واقعا ناراحت کننده است. حتی این اتفاقات قبلا هم افتاده بود. بله. همیشه میفته، الان خبراش داره میاد بیرون و شنیده میشه، واقعا دردناکه. توی همین چند وقت اخیر تو مدت کوتاه چند تا دختر نوجوان و جوان متاسفانه قربانی خشونت خانگی و کسانی که باید پناه و در واقع نقطه امن این دخترها بشن قربونی شدن، در توسط اونها قربونی شدن. من در جایگاهی نیستم حکم بدیم، نظر بدیم، سوادش رو ندارم، علمش رو ندارم. ایشالله که اینجور خانواده هایی که از دخترها بچه ها حمایت میکنن بیشتر بشه و تقاضا میکنم، میتونم این خواهش رو بکنم که این آسیب شناسی بشه، ریشه یابی شه. بله. این آسیب شناسی بشه ببینیم علتش چیه و جامعه شناسا روان شناسا واقعا فرهنگ سازی بشه که متاسفانه نشده که به این اتفاقا میفته. اگه فرهنگ سازی درست بود قطعا این اتفاقا رو ما شاهد نبودیم. به قول شما خیلی زیاده، شاید سالهاست این اتفاقا داره میفته ولی الان به واسطه فضای مجازی که خبراش داره تازه دونه دونه، تازه اونم فکر کنم خیلی خبرای کمی از اتفاقات، شاید حجمش خیلی بیشتر از این چند تایی باشه که ما به تازگی متوجه شدیم. تو فرهنگ سازی نشه این اتفاق همچنان هست و شاهد همین اتفاق خواهیم، نه فقط در این زمینه، ما خیلی ضعف به نظرم فرهنگی داریم خیلی زیاد، یعنی از ریشه خیلی چیزا باید درست بشه که یه سرمایه گذاری خیلی
سنگین و بلند مدت باید باشه که درست بشه. اگه نباشه هیچکی دلش نسوزه، خب چه اتفاقی میخواد بیفته؟ روز به روز بدتر میشه. ایشالله که حل بشه. شما صحبتی نظری در این رابطه؟ دیگه صحبت ها کامل بود. من واقعا یعنی بهترین چیز اینه که آدم با فرزندش دوست باشه، یعنی هم فرزند تلاشش رو بکنه، نمیگم فرزند تنبله، حالا هم خانواده دوست باشن. واقعا بیش از این احساسش میشم. امیدوارم این شرایط خوب مهیا بشه برای همه خانواده ها. ما یه لایومون قد میشه، میریم برمیگردیم، ولی کلی بازی میخوایم کنیم، کلی کیف کنیم، از این فضا بیایم بیرون، دوباره برنامه رو شاد و فانش کنیم. برای لحظاتی ما لایو قد میشه، ولی باز برمیگردیم. قربونتون برم. الان میخوایم یه بازی بکنیم، اشکال نداره که. نه. بله، ما لایو قطع شد و دوباره الان شروع کردیم. یک بازی میخواییم بکنیم، 6 تا عکس نشون میدم به شما، 3 تا رو باید لایک کنیم، 3 تا رو دیسلایک. خب 3 تا لایک، 3 تا دیسلایک. اینا رو الکل زدین؟ اوکیه؟ بله، بازم بزن برای تو. بله بله، اینا رو الکل زدن. میشه بزنی خودت بزن. منم میزنم. مرسی. اول با خانم پروانه که شما نوشیدنی‌تا میل کنی. 6 تا عکس می‌بینیم. تایمت هم 20 ثانیه است. بچه‌ها اسلحه من را بیاورید. ما یه اسلحه داریم. اینجا کسی همکاری نمی‌کنه، مجبوریم خیسش کنیم. هر دیر بده من جواب بده. من که خیس هستم، منو گفتی دیگه. اون آبش خیلی فرمون. یخ آبی که خودم نخوردم. دیگر داشتم برای این بازی اسرافم نکردیم. آب شیری ساده. خب پس ببین الان 6 تا عکس نشون میدیم. شما 3 تاشو ممنون دست درد نکنه، 3 تاشو لایک میکنین، 3 تاشو دیسلایک. حتما خب باید دیسلایک، حتما بکنم. باید لایک کنی 3 تا، حتما باید 3 تا هم دیسلایک، ولی باید حتما این کار انجام بدی. تایمش هم 20 ثانیه. مردم میگن 10 ثانیه، عجب آدمایی ان. خب 20 ثانیه. بریم بچه ها عکس ها رو ببینیم. یا اول فصل من اسمش هم ننمیشین آخه اینا رو. بله آقای خاوری رو که میشناسین. من بگم تا زمانم تمام نشده میترسم شما. بگی خودم. این 3 نفر مجاز رو من لایک میکنم. کدوم ها مجازن؟ آقای میساقی اگه اشتباه کنم. آقای میساقی بله مجریه. و آقای کوشکی و خانم پارسا. آره اونا غیر عجب بلایه. اون خانومه که به من نمیشه، خانومه رو من نمیشناسم. اونم یکی به بچه میگه منم نمیشناسم خانومه رو. الناز گلرخ. آره الناز گلرخ. بله خب خیلی عالی، درست به موقع جواب دادن. پس کیا رو لایک کردین؟ خانم پارسا، آقای کوشکی و آقای میسار. خیلی راحت بود برای شما. آره دیدی؟ خب من بگم چقدر شرایط سختیه. چی؟ اصلا کاملا مشخص بود که کیا باید لایک بشن کیا دیسلایک. راست میگی، الان نگاه میکنم آره دیگه اون و دقیقاً هم 3 تا 3 تا. یکی دو تا یک کانادا گفته بودم، حالا اسم نمیارم، حالا یکی بگذاریم. این یکی اون یکی دو تا کانادایی ان. حالا خب بریم سراغ امید آجیلی عزیز. امید ببخشید فامیلیت آجیلی معنیش چی میشه؟ آجیلی نمیدونی؟ نه. من برای سامان فکر کنم توضیح دادم. بله بله. چیه؟ ما جدمون برمیگرده به جناب آقای بروس. بروس؟ بروس؟ بروس، بله. بروس ویلس؟ بروس لی. نه بروس لی. آها بروس لی. جناب بروس رفتن مکه شدن حاجی لی. ما فامیلیمون از اونجا میاد. حاجی لی. یعنی در از حاج بروس لی بوده دیگه، شده حاجی لی. امید حاجی لی. همچنان مجردی؟ من بله. واقعا؟ بله بله. تو من شنیدم آخه چند وقت پیش رفتی برنامه دورهمی اونجا قول دادی، گفتی ان شاءالله. من قولی ندادم. قول ندادی؟ نه قول ندادم. نمیخوای به فکری اونجا گفتم که یتی گفتم سانسور شد. حالا اینجا بگم دیگه. نار. من گفتم آقای مدیری که ازدواج کنن دقیقاً تو همون تایم منم با یکی ازدواج میکنم. اینجوری پیشنهاد دادی؟ من پیشنهادم این بود چون آقای مدیری خیلی به من گیر دادن که چرا کی ازدواج میکنی، چرا ازدواج نمیکنی. من گفتم هر وقت این اتفاق افتاد منم ازدواج میکنم. به خاطر همین اون تیکه کلا حذف شد. آقای مدیری هم دیگه کلا
بی خیال اون قضیه. آقا شاید آقای مدیری جای تدریس نمیکنه که بخواد زود ازدواج کنه. منم خیلی وقت تدریس نمیکنم. تو هم دیگه تدریس نمیکنی؟ دیدم که ممکنه ازدواج کنم سریع اومدم بیرون. چرا حالا ازدواج میکنی؟ دختر خوب این همه هست، دخترای خوب هستن. قطعا همینطوره، ولی خب من الان شرایط یه ذره دور بر تو ببینی شاید ببینی مثلا. چرا اشاره ناجور کردی الان؟ به شما داره میخواد پاشو. نه نما به خانم بابا چقدر ببین همین خیلی نا من همچه اشاره نا عجب بی انصافیه خانم شما تحت اثر نه اینجور میخندی الان فی جدی میگیره ایشون نه خدا من تا چیزی رو با چشمای خودم نبینم بابا من امکان رو میبر بود به خدا نه ولی شرایطشو ندارم بابا اللحاظ کاری زمانشو ندارم تو آهنگ دختر شیرازی هم یه کاری دادی؟ بله 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 شما هم شیرازی هستی؟ ای بابا کلا ولی ارتباطی نه سوال بابا سوالامو دارم میپرسم به خدا منظور خاصی ندارم اتفاقا کلیپ دختر شیرازی که ما می‌خواستیم بسازیم من می‌خواستم بگم که خانم پروانه بازی کنه تو واقعا خدا جدی میگم حتی زنگم زدم جواب ندادن دیگه چون خیلی عجله‌ای بود منتفی شد خب هنوز دیر نشده که دیگه گذشته یه کلیپ دیگه میشه برگزار کرد خب بریم مسابقه حالا از ازدواج بیا بیرون بذار معنی واقعی فامیلیمو بگم خب معنیش واقعیش ما اصالتاً ترک هستیم و آره ولی ترک مثلا اردبیل و ساوه و چی آذربایجان مثلا اینا نیستیم تبریز و اینا ما بابا اینا اصالتا ترک ساوه هم. خود ساوه هم ترک نداره از عشایره بودن یه ایلی هستن به اسم ایل شاه ساوه فامیلای ما مثلا که خیلی توشون حاجی زیاد بوده و بهشون میگفتن حاجی ایلی یعنی حاجی ایل حاجی ایل حاجی ها به خاطر همین دیگه به مرور زمان ما اون کسی که داشته میشینه احتمالاً ترک نبوده نوشته خدا رو شکر حاجی ایلی و یعنی حاجی ایلی بود خیلی سخت هاران این اشاقی های حاجی ایلی گی 12 سیلند رو لهجه رو داشتی من متوجه میشم نمیتونم صحبت کنم سیروان اینا نمیدونی کجایی هم اونا کردن کرده سیر آره دیگه سیروان کرده سیروان زانیار زانیار اینا کردن زانیار به زبان کردی یعنی نوازنده زانیار واقعا نوازنده میشه زانیار نه اون زانیار زانیار فکر کنم ما میگیم زانیار نه اصلا زانیار هم دارن فکر کنم واقعا آره خب پس منم یه اسم رود فکر کنم یا سوال فکر کردی با سیروان یه کنسرتی با هم بدین دادیم ما کجا من و سیروان 8 سال دوست صمیمی بودیم بودین؟ بله بله بودیم. الان چند سالی که قطع ارتباطیم. نه بابا. یا آهنگ مشترک دادیم بیرون. سیروان داری چیکار می‌کنی تو سیروان؟ شاید من یه کاری دارم می‌کنم. ها؟ شاید من یه کاری دارم. نه، سیروان یه سابقه دیگه با یک از دوستان دیگه‌مون هم داشتیش با آره یه سابقه ای آره یه سابقه ای داشته که یه سابقه ای داشته که الان منم اینجوری می‌کنم. در هر صورت آره یه آهنگ با هم خوندیم که خیلی آهنگ باحال و جذابی هم شد به اسم عاشقتم که ملودیشو من ساختم، تنظیمش هم با سیروان خیلی کار خوبی شد. دو تا کار برام ریمیکس کرده پخش شده که اونام خیلی کارهای درجه یکی بود تو کنسرت‌های دکی دو تا کنسرت شهرستانم چون من یه تایم ممنوع کار بودم به عنوان صدا بردار با سیوان می‌رفتم یه تایمی هم تو ارکستر ساز می‌زدم یه دونه هم آهنگ عاشقتم تو چند تا شهرستان با هم دیگه خوندیم دو تایی یعنی کنسرت این مدلی داشت فضولی نباشه میتونم بپرسم چی شد با هم مشکل برخورد این کاریه یا نه کاری نیست رفاقتیه بعد از 8 سال دوستی صحبت‌های رد و بدل شد که البته بعدش هم خب سیوان تلاش کرد که دوستی دوباره برگرده ولی من خودم خیلی موافق نبودم یعنی من از این آدمام که خیلی دیر دلم میشکنه وقتی دلم میشکنه ولی خیلی سخت میشه که دوباره ترمیم شه بخواد برگرده به حالت اولی الان ولی مدت خیلی زیادی گذشته از این قضیه آخه من فدای دلت بشم ان شاء الله که هیچ دلی نشکنه ان شاء الله که ولی درست گفته باشی اون سعی نه شاید یه زمانی دوباره با هم دیگه دوست بشیم دوباره ارتباط باشه مثل قبل چون خیلی خاطرات خوبی داری. ولی ان شاء الله این درست باشه که اون سعی کرده برگرده. نه واقعا ولی دوباره این اتفاق افتاد. شاید من خودخواهی کردم. گفتی برو دیگه آره دقیقاً. ولی خاطرات خیلی خوبی با هم داریم. خیلی خاطرات خوب، خیلی خاطرات جذابی که شاید خیلی جاها نشه عنوان کرد انقدر با هم صمیمی بودیم. دلم هم بعضی وقتا واقعا تنگ میشه برام خاطرات. ولی خب بعد که یاد اون حرفا دوباره میافتم مرور میکنم میبینم که نباید این اتفاقا میافتاد. ان شاء الله یه دوربین من میارم بریم با هم آشتی کنیم و دیگه حالا ببینیم چی میشه. خب بریم 6 تا عکس بله. ببین برای من چقدر سخته. چرا؟ خب الان 3 تا ممنوع کار میذاشتید اینجا منم راحت دیسترایک میکردم. میخوای توش ممنوع کار در بیارم معلوم ممنوع کار زیاد میاد دقیقاً تمامشون تصویر و ممنوع کار زیاد تمامشون رفیقای خوبم من 20 ثانیه‌شون تمام خب نه خب منو شروع نگم خب شروع علیرضا عصار آقای مهران مدیری احمد رضا عابدزاده عزیز هومن حاجی عبداللهی رامبد جوان خانم هانا کامکاره بله کامکار عزیز
عریضه از سوره لایک میکنم. بله بذار من از تحبیات راحت تر میگن. نه بگو. 10 ثانیه. مهران نه. مدیری رو لایک میکنم. یه ذره دقت کنا. رامبد جوانم لایک میکنم. اون سه تا دوست عزیزم چون دوست عزیزمن خب. راحت دیسلایک میکنم چون اصلا اهمیتی نداره دیسلایکم اینجا چون تو قلب من جا دارن. اومن حاجی عبداللهی رو دیسلایک. اومن رفیق درجه یک دیسلایک. خانم هانا کامکار رفیق درجه یک دیسلایک. دیگه کی بود؟ من معنی لایک و دیسلایک رو اشتباه فهمیدم. این رفیقای درجه یکی که تو دیسلایک کردی نه الان فرقی نمیکنه تو هر حالت این ست اوکی هستن. اصلا اون ستا هم بگی دیسلایک باز ازت هم ناراحت نمیشن چون خیلی با هم دیگه رفیقی. نظر رجبه آقای عصار چیه؟ عالی. نه درست بود. علیرضا عصار درجه یکه. به خدا جدی میگم. یعنی چرا دیگه کنسرت نمیذاره؟ قرار بود بزنن کنسرت به خاطر اون حوادث آبانه اینا فکر کنم کنسل شد یا خودشون کنسل کردن نمیدونم. من یکی از فناشم بی‌نظیره. ببین هم توی موزیک درجه یکن هم توی اخلاق و رفاقت و معاشرت واقعا بی‌نظیرن. یعنی شما با عرضه از سار اگر یه جا 5 ساعت باشی امکان نداره حوصله سر بده. اینقدر که آدم فان و باحال و خوشموج و خوش انرژی هست. من خیلی اون دوره که با فؤاد حجازی بله. با هم کنسرت نذاشتم من تو ارکسترشون ساز زدم چند بار. همون موقع بله. چند بار ساز زدم و واقعا لذت بردم. خب یه سری جملات میبینیم بله. یه سری جملات قصار میبینیم. به من بگی این جملات برای کی گفته؟ برای کیه؟ بچه‌ها ببینیم یه جملات قصار رو. اولین جمله 8 میلیارد که هیچ. آقای طبری من اصلا نرسید همون 8 میلیارد. شما از این رفقا ندارید به ما چه؟ ایشون دارن میزن میدن. منم این رفقا ندارم متاسفانه. چقدر دوست داشتم داشتم. بذار بعدی رو تعلام بگه. شما نگه خود مردم باید مانع افزایش قیمت مسکن شون. شما هم میتونی بگی الان دیدم وضعیتو سخت. خود مردم باید مانع افزایش قیمت مسکن شوند. رئیس جمهور فرمودن؟ پایین تر یه ذره. دیگه نمیدونم. شما پایین تر یه خیلی خب شما من نمیدونم. وزیر راه و شهرسازی باید باشه. بله. خب یه جمله دیگه ببینیم. هر چقدر تقلب خوب نیست نون محلی عالیه. ربط داشتن اینا به هم؟ این که البته قرار خب چیه اصلا من نمیدونم. منم نمیدونم. خودت هم نمیدونی به خدا. هرمز شجاعی مهره. خب بریم بعدی انشالله هماهنگ‌تر باشیم. مرد فمینیست خطرناک است. ذکر خیرش هم شد الان ها. آقای قاسم خانی؟ کی؟ آقای قاسم خانی؟ نه از همون تیما بودن. آخه اسم دیگه قرار بود یه تصمیماتی با هم بگیرین شما ها. اگر آن شما هم با هم در یک روز آقای سیروان؟ نه 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 ایشالله که ازدواج میکنی؟ آقای مهران مدیری. آقای مدیری مرد فمینیست خطرناک است. جمله بعدی رو ببینیم. اینو من گفت سر زبون افتادن نباید به هر قیمتی باشه. خانم تعلان پروانه. کی گفته؟ خانم تعلان پروانه. بذار مردم حدس بزنم تو مسابقه شرکت کنن. خواستم یکی تو گفته باشم دیگه آخه. خیلی بد بودی چیم. اونی که خودتون گفتی دیگه معلومه که میگی دیگه. خیلی عالی. از جملات من نداری؟ سخن بزرگان. در مورد کی گفتی؟ حالا چی شد این علتش بود گفتی؟ سر زبون افتاده نباید به هر قیمتی باشه. یه عصبانیت نهفته‌ای هم داره نه؟ نه اینجوری نگفتم. سر زبون افتاده به هر قیمتی نباید باشه به نظر من. هر از گاهی یه جمله‌ای که حالا نظرم باشه رو میذارم. این که حالا ربطش دادن به یه سری از دوستان. به کی ربط داده بودن اینو؟ به دو تا از دوستانمون آقای کوشکی و خانم پارسا. شما اینو اینو توی مصادف شد با همون بله استوری کردن با دیگران رب دادن بله گفتن که این تیکه هست که این خانم به اون خانم گفته حالا وارد این حاشیه نمیشیم خانمای ما مگه اصلا تیکه میندازن یه چیزایی میگن تو اصلا دیدی دو تا خانم با هم خدای نکرد تیکه بندازن شده ولی خانم واقعا به خودش تیکه بندازه ولی به کس دیگه من ندیدم واقعا اینم درسته ببین چه نکته گفت شده یه خانم به خودش تیکه بندازه اینو بعد طلا گرفت من داخل سخن بزرگان برای مهمون بعدی برای مهمون بعدی شده یه خانم به خودش تیکه بندازه ولی به کس دیگه خانم دیگه اصلا و میگم مصادف شد با همون اتفاقایی که حالا تو فضای مجازی داشت میافتاد که این حالا نظر من هست نمیدونم چقدر درست یا غلط
خب وقتی گفته بودن اینجوری تو چرا رد نکردی که همچین چیزی نیست؟ آخه کلا اگه بخوای رد کنی یا تایید کنی خیلی وقتگیره این قضیه و بعد میگن که نه پس یه چیزی بوده که مثلا حالا شما خواستید دوباره رد بدید. ولی گفتم چون اسمشون هم اومده. ولی حرف درستیه، من موافقم باش. ولی مشکلی نداری که پس کلا با آقای کوشکی و خانم پارسا اینا؟ با خانم پارسا که من کار نکردم، یعنی شناختی ندارم، ولی با آقای کوشکی من کار کردم و من شاید یه سر چیزا رو نپسندم برای خودم. آها. برای زندگی شخصی خودم، ولی خب اگر هر کسی دوست داره من نمیتونم چیزی رو تحمیل بکنم، یعنی اون نظر منه. شما بس موافق اینجا؟ من موافقم، بله حرف درستیه به نظرم. یه دونه بگم بچه‌ها بنویسن دارید ببری رفتنی با خوده. آره آره، عکس خانم پروانه هم بزنن اون باشه. خب بچه‌ها یه الکلی بزنیم به دستمون، بعد تنفسی نفسی برگردیم دوباره. فروشگاه اینترنتی ویترین، ویترینی از محصولات آرایشی، بهداشتی، عطر و اتکلن. ویترین برای تمام اعضای خانواده. در کوتاه‌ترین زمان فرصت انتخاب بهترین‌ها رو داریم. ویترین فقط یه فروشگاه اینترنتی نیست. ویترین برای زمان و سلیقه شما اهمیت زیادی قائله. ویترینی شو و از طرح‌های متنوع فروش و فستیوال‌های اون استفاده کن. با ویترین ببین، خرید کن و بهترین باش. خیلی هم عالی. من میخوام یه سری سوال بپرسم. چقدر سوال میپرسی مجید؟ نه یه سوال خیلی راحت. اصلا ما رو بوریم که فقط سوال بیگاری میکشی؟ از شما میپرسم الان گفتی خیلی راحت. برده یه تأثیر سوال جواب بده. تأثیرگذارترین مرد تاریخ از دید شما. من این سوال اصلا نمیتونم جواب بدم. تأثیرگذارترین مرد تاریخ. به خود اصلا نمیتونم این سوال جواب بدم. برای خودت اصلا چیز نبود؟ اصلا هیچی، اصلا این چیزا ندارم تو ذهنم. خب من یکی دیگه، من همه اینا رو پاس میدم به خانم پروانه. من هم پاس میدم به شما ببینم اگه گفتید. برای من تاثیرگذارترین مرد تاریخ تو فوتبال برام خداداده عزیزی بود. نه دیگه کل تاریخ، نه که فوتبال. خب تو تاریخ برای همین سخت میشه. کل چرا؟ تاریخ یه نفر میخوای بگی که تاثیرگذارترین برای من چیز بود؟ ادیسون برق خیلی کارا کرد. الان مواد غذایی داشتیم، همه چی داشتیم اینا. برای شما چی؟ من همینجوری که داشتم فکر میکردم دو تا گزینه به ذهنم رسید که آقای باغچبان یکی از اون دوستان هستن که خب خیلی من تا اونجایی که حالا به اقتضای کار مادرم میدونم راجع بهشون خب خیلی تاثیرگذار بودن و برادرم، برای تاریخ زندگی من برادرم تاثیرگذارترین مرد تاریخ زندگی من. البته اگه قرار بود یه محیطی باشی، یه جایی باشی، مثل پارک ملت، پارک جمشیدی، یه جنگلی تو آفریقای جنوبی، یک شهری، کجا دوست داشتی باشی؟ اون مکانه باشی؟ تو جنگل باشی حتما؟ نه، هر جایی. میتونه مثلا پاریس، الان دوست داشتم. آره. الان دوست داشتم روم بودم. روم که خیلی کرونومارونا زیاده. نادی کلا نه که همین الان گفتی الان همین الان خودت گفتی الان گفتی الان باشه تو خونمون بودم الان چی؟ تو خونمون نه منظورم اینه خود مکانه می‌خواستی باشی تو خونمون من نمی کرونا سی جنابت بگی خب فیلم کمدی دوست داری یا تاریخی فیلم کمدی خیلی سخته به خاطر اینکه حالا نمیدونم شاید مدل من سخته من هر فیلم کمدی به دلم نمیشینه به خاطر اینکه خیلی از فیلمایی که حالت کمدی داره از نظر من یکم ببخشید حالت مسخره بازیه یعنی وقتی که میبینم خندم نمیگیره میگم چه کار مثلا چی پی واسه چی یعنی چی خب الان آخرین به خاطر همین کمدی دوست ندارم خیلی تاریخی رو میخوای بگی الان تاریخی هم زیاد دوست ندارم من فیلمای جنایی و اینا دوست دارم یکم ذهن آدم درگیر بشه وقتی که میبینی الان از کمدیایی که تو این سال آخرین کمدی که دیدی ایرانی تایید کنی خب من این فیلمایی که خیلی سر و صدا کرد و رفتم سینما دیدم مثل مثل نهنگ عنبر یکو دیدم دو رو دیدم هزار پا رو دیدم اونو ولی مورد تاییدت هم آره اینا تیکای با مزه خیلی توش داشت ولی بازم تیکای لوسه بی مزه بود توشون که من دوست نداشتم نه که بخوام ببرم زیر سوال به خاطر همین یکم سخت پسندم توی کمدی از تعلانی یه سوال بپرسیم شیک پوش‌ترین مرد سینمای ایران
آقای بهرام رادان. برعکسش بد لباس ترین. آخه بد لباسی شاید یه نفر همیشه بد لباس نیست، ولی خب مثلا لباس های بد پوشیده باشه مثلا شاید اون گزینه بیاد تو ذهنم، که باز کسی تو ذهنم نیست. اصلا نمیاد تو ذهنشون این سوال. نمیاد تو ذهن. بد لباس اصلا نمیاد. نه. 10 سال دیگه امید خودت کجا میبینی؟ میدون ونک. 10 سال دیگه تو میدون ونک. این بازترین جوکی که شنیدی؟ نه من 10 سال دیگه به من توی برنامه آی مدیرم گفتم. من خودم همیشه وقتی که شناختم توی قایق بدون پارو وسط اقیانوس حس کردم. به این معنی که هر جا که قرار باشه برم میرم. من هیچ کدوم از این جایگاه‌هایی که الان دارم که خیلی هم ناچیزه هیچ کدومش رو بهش فکر نکردم. همش پشت هم مثل قطار همینجوری اتفاق افتاده. تمام اتفاقات زندگیم، تمام افرادی که تو زندگیم اومدن، حتی اگر به من ضربه زدن رفتن، همشون یعنی بعدن که نگاه کردم دیدم که باید اتفاق می‌افتاده. برای همین 10 سال دیگه هم نمی‌دونم کجام. اگر زنده بودم تو 10 سال دیگه ان شاءالله هر جایی که قرار باشم اونجا قرار. اگه فقط یه تفریح رو قرار بود انجام بدی چی انتخاب میکردی؟ فقط یه تفریح. ورزش. ورزش؟ شما چی؟ بازی کامپیوتری دوستم. آینده جهان رو چجوری میبینی؟ راستو شاید اگه قبل کرونا بود، قبل از این ویروس کووید 19 بود، شاید میتونستم خب یه پیشبینی هایی بکنم یا، ولی خب این ویروس در واقع باعث شد بدونیم که همه چی قابل پیش بینی نیست. تو جهان رو داری، من میگم آینده امید جهان ها. امید جهان خواننده خودمون، امید جهان. آها آها ببخش. نمیدونم من ایشالله که سلامت باشم. من شوخی کرده همون آینده جهان خودمون رو داشتم میگفتم. بیمزه ترین جوکی که شنیدی شوخ؟ حافظه خوبی ندارم منم، یادم نمیمونه. چیپ ترین کاری که کردین چی بوده؟ چیز اینجا بود، جوله اینجا بود، میگفت به من توی مهد بچه‌م بود، بعد گفتن پدرها بیان برو، گفتم نه من میشناسم فیلم میگیرن زشته اینا، بعد گفتش که از یه جای گفتش که اگر هر کی برندم بشه مثلا 40-50% تخفیفم بهش میدیم. میگه من اینو شدم گفتم اون داره میریزه رو داره، میگه من یک خیلی میدادم بالا قادر 40-50% برندم شدم. بعد میگه اومدم گفتم چه کاری این کارو کردم، میگه بعد حاضر بودم 5 برابر اونو بدم این فیلمش بیرون نیاد. میگفتم من تخفیف نمیخوام، موقع داغ شدم. من یه اتفاقی برام افتاد که برام تجربه خیلی خوبی بود. توی پاساژ پایتخت علایانم افتاد. یه بار رفته بودم دنبال یه چیزی میخواستم بخرم برای کامپیوترم بود، یه چیزی یادم نیست چند سال پیش. بعد خب خیلی ها میشناختن، خیلی ها نمیشناختن، ریاکشن ها رو میدیدم، حالا بعضی ها میدیدم مثلا عکس میگرفتن اینا. وارد یه مغازه شدم، دو سه تا پسر و دختر که متصدی اون مغازه بودن بالا سر یه لپتاپ بودن و اینا، یه لحظه در باز شد نگاه کردن و بعد اینا داشتن با همدیگه پچ پچ میکردن که آره این مثلا اونه، اون نیست، چیه؟ من فکر کردم منو دارن میگن. من گفتم بله من خودم هستم، امید آجیلی. بعد یه نگاه به من کردن، بعد من همونجا آب شدم، اومدم از مغازه بیرون، چون اصلا نه منو شناختن نه منظورشون من بودم. به خدا جدی میگم حالا منظورشون چی بود؟ اصلا نمیدونم، درگیر همون یه چیزی بودن که خودم میتره. خیلی هم بال گفتی. بله به خدا گفتم بذار بگم آره مثلا من خودشم، فکر نکنید. دیدم اصلا نه منو شناختن نه منظورشون منم، همونو دور زدم اومدم بیرون. و برام تجربه شد که هیچ وقت همچین کاری نکنم، بخوام مثلا یه جا خودم بندازم جلو. بله کار خوبی کردی و فکرشون رو برطرف کنی. آخه اصلا فکر نمیکردم منم، چون اصلا نمیشناختن منو اصلا در این لحظه. خیلی کار زایه‌ای بود. شما چی؟ من واقعا کاری به ذهنم نمیرسه کردم. اصلا کار بدی نکردم. خانم پروانه اصلا کار زایه بگین کردن تا حالا تو زندگی؟ اصلا. نه خب قراره چه کار زایه‌ای بکنی در 10 سال آینده؟ سعی میکنم نکنم. یعنی آن کار زایه نکنی؟ نمیدونم. نه آدم که همیشه سعی میکنه کار زایه نکنه، ولی پیش میاد میگه چه کار زایه‌ای بود کردم. همیشه اینجوریه دیگه. بله. کسی هیچ وقت از عمد که نمیره کار، من برم امروز کار زایه بکنم برگردم خونه. نه منظورم اینه که کاری که مثلا تو ذهنم بیاد بگم چه کار زایه‌ای کردم الان خاطرم نیست. اوکی. یه کار می‌خوایم با سامان جان از همون کارهایی که نوستالژیک باعث افتخار. قربونت برم آبام بخونی این دوباره. واقعا بی‌نظیر. امید جان افتخار میدی که با هم یه قدر برم. اصلا نگو این حرفو. مرسی. من یه کادو برای سامان گرفته بودم.
کادو شو بچه ها کادو برای من یه لحظه من بگی اونا اونا من اونور بگیرم آقا وظیفه ما شما مهمانه برای ما نفرمایید آخه ببین چیو بود من دیدم ببینه کوچولوشو داری گفتم ببینه بزرگشم برات بگیرم خیلی ممنونت برم خیلی ممنونم کرونا نمیشه ماچ کنه ممنون نمیشه ماچ کرد خیلی ممنونم ولی خدا اتفاقا توی همین هفته با اجازهتون من یه جای خوب براش پیدا کنم نره بکش خوش رکو اگر ماشین انقدر گرون نشده بود پول می‌ذاشیم نیسان برات می‌خریدیم ولی خیلی گرون شده دیگه الان متأسفانه خیلی ممنون یه دونه دوباره یه پست جدید گذاشته بودی بابا نیسان حرمت سرنوشتش با نیسان داره گره می‌خوره اون شخصی خوبی نیست سرنوشتش گره به خود خطرناکه با خدا ببین اگه کاش اونو داشتیم بچه‌ها خیلی ممنون خیلی ممنونم امید نگاه کن آخه داشتم می‌رفتم سر کار اینجا نه یه دونه دیگه داشتش بچه‌ها بعد منشن می‌زنه نیسان بازا نیسان باز دیگه نیسان باز اصلا بذاری همینجا واقعا آره چش کاری داره واقعی آره کا بهترین هدیه خوب. زندگیم بوده خیلی ممنونم چه کاری نشاله می‌خوای امی جان تو به من ان شاء الله با دل خوش تو من نیسان دادی من به تو دایره بدم مستطیل نداری یه دایره برای ما بزن بخون میشه بله بله به به باعث افتخار اتفاقا یا آهنگ می‌خوایم بخونیم که این آهنگ شیرازی هست چه همه چی مصادف شده با خانم پروانه تو این برنامه به خودش هماهنگی نبوده منم نمیدونم ان شاء الله که اینجوری باشه با امید خدا شاهد یه رو قبل برنامه یه هماهنگی آره یعنی یهویی شد شیطونی کرد یه آهنگ قدیمی شیرازیه که استاد کوروش یغمایی هم اجراش کردن یه آهنگ فولک قدیمی شیرازی گوشش نوشته هر کی یارش خوشگله جاش تو بهشته آی شیرین جونم آی شیرین عمرم گر بخوای یارم نشی به زور میسونم بلال بلالم سی خودت لیلی کردی کبابم سی خودت لیلی بلال بلالم سی خودت لیلی کردی کبابم سی خودت سامان گوشش نوشته هر کی یارش خوشگله جاش تو بهشته آی شیرین جونو آی شیرین عمرو گر بخوای یارم نشی به زور میسون آخه بلال بلالم سی خودت لیلی کردی کبابم سی خودت لیلی بلال بلالم سی خودت لیلی کردی کبابم سی خودت همه با هم بلال بلالم کردی کبابو بلال بلالو کردی کبابو حالا یه بار دیگه با هم بلال بلالو سی خودت لیلی کردی کبابو سی خودت لیلی بلال بلالو سی خودت لیلی کردی کبابو سی خودت لیلی خیلی ممنونم خیلی ممنونم من یه توضیح بدم من نوازنده دایره نیستم و همینجوری گفتم که اگه هست سامان من یه همراهی بکنم خیلی هم دمه اصولی نمیزنم خیلی یه بار دیگه به افتخار امید عزیز و سامان احتشامی خیلی ممنونم خیلی واقعا یکی از کنسرت هایی که واقعا بی نظیره کنسرت من نیومدی نه؟ یا اومدی؟ یه بار قاچاقی اومدم ولی بعدش گفتم که دوست دارم بیام با خانم امینا که قرار بودش متاسفانه کاری پیش اومد دیگه نشد که بیای سامان ولی سامان من عاشقانه کنسرت های تو میام صحبت بود اتوان زگیر به خاطر اینکه بسیار بسیار انرژی بنده خوب بسیار بسیار موسیقی سلامت لطف داری بسیار بسیار ارنجمان درست خوانندگی صحیح صحنه گردانی صحیح همه نزید. چیز صحیح و تو امید حاجیلی هستی قربونت برم سامان من اینجا میخوام برای اولین بار بگم حالا علاوه بر اینکه موزیسین خفنی و اخلاق درجه یک و رفیق درجه یک همه اینا که بکنار اولین باری که من متوجه شدم کنسرتم اومده به من نگفته بود یعنی خودشون با دوستاشون بلیت خریده بودن اومده بودن کنسرت
بعد که کنسرت تموم شد تازه من گفتن آقا سامانم تو، گفتم چرا من نگفتین من معرفیش کنم که اومد بک استیج هم دیگه رو بغل کردیم و اینا. بعد اونجا معرفی فهمیدم معرفی کردی؟ معرفی کردم کنسرت کردی؟ ولی چون خودم دعوتش نکرده بودم هم خیلی ناراحت شدم از اینکه چرا من این کارو نکردم، مثلا چرا خودم دعوت نکردم، هم خیلی خوشحال شدم که چقدر موزیسین آدم حسابیه که حمایت کرده، کنسرت اومده، بلیت خریده، اصلا خیلی حال کردم. به افتخار سامان. خیلی ممنونم. به افتخار خودت برم. و به افتخار خانم پروانه. ولی واقعا همش اتفاقی شد. شعر دختر شیرازی و الانم این آهنگ شیرازی و مهمون شیرازی، همسر منم شیرازی، همسر شیرازی، همسر منم شیرازی، همسرش به دم همه شیرازیای مملکتمون گرم. افتخار شیرازی ها، افتخار شیرازی ها، برای ترکا بلندتر. ولی حالا اگر ازدواج کنی با یه دختر ترک ازدواج می‌کنی یا دختر شیرازی؟ خب این همه جا هست، چرا فقط ترک و شیرازی؟ حالا هم بس خیلی جا مد نظر داری. نه خب خیلی جا هست که ممکنه اتفاق بیفته، همه جا، شمالی مثلا، جنوبی، سمت مشهد، خراسان، نمیدونم، خیلی جا هستی. آها و یه دونه میخوای بگیری دیگه؟ 10 سال دیگه ببینم کجا هم. هنوز بنک میگه خانم ازدواج کنی، خانم ازدواج 10 سال دیگه. دیگه هرچی قسمت باشه دیگه. یه مسابقه مشاعره بذاریم با هم، آخرین قسمت برنامه است. من اصلا کلا حفظیاتم خوب نیست خیلی، ولی حالا بگو ببینم چی میشه. شعرهای خودته، شعرهای خودم به زور افتادم. یه مسابقه مشاعره از هر چیزی، شعر از هر آزاد، از سعدی گرفته تا رپ، هر کی، ترانه، هر چی بگیم، ولی من حافظه پیدا کردم. من بذار من اصلا استثنا ناچاریم دو تا میخوایم دو تا تیم بشیم. من جواد خواجوی، جواد خواجوی یه کاری با ما داشتیم در صدا کنیم استثناء استثناء. نه نه خوش میام، خواهش میکنم. نه نه چون ناچاریم یاد نداشتیم، گفتم به یه جا به درد بخوریم. میخوایم مسابقه تیم شما میشین با دخترش، با خانم تهران پروانه؟ نه من با آقای خواجوی، با جواد خواجوی. تیم قوی میشه شما باشین. نه با من که اصلا، من فقط دارم رو جواد جان حساب میکنم، خودم اصلا فقط انرژی میدم از پشت بهش. خیلی خوب، حالا کمک میکنیم شما با هم؟ باش خب، ما با هم کم نیاری ها؟ باش خب، شما بگین یا ما بگین؟ بفرمایین شما بگین. ما بگین؟ من بگم؟ بفرمایین. آسمون به این گپی گوشش نوشته، هر کی یارش خوشگله جاش تو بهشته. هه بده هوار هوار بردن یارو نداره ما رو. خب خب، آخرش رو ره؟ چرا نصفه میخونی شعر رو؟ بقیه چی شد؟ هوار هوار بودن دار ندار ما رو، بقیه شو بلدیم. آسامان چی؟ آه نه دیگه تیمه ز دست من گرفتن اون یار بیقرار رو، دار ندار ما رو ز دست من گرفتن اون یار بیقرار رو، اون یار بیقرار رو یکیچ ما و داره. آره نه دیگه ما با ویلا لینی، آخه دوست دارم خیلی، آخه با ویلا لینی، آره دوست دارم خیلی. برو یه بده، یه بده چی؟ یه یا یارم بیا، دلدارم بیا، یارم بیا. من دیدم یارم گفتم. خانم شما یه کمکی کن. زمزمه میکردم که آقای خواجوی زمزمه کردم گفتم. خب بگو. یارم میاد، دلدارم میاد، ده. دیشب اومدم خونتون نبودی، راستشو بگو کجا رفته بودی؟ یه شب مهتاب، ماه میاد تو خواب، منو میبره از توی دره. خب همجاش بزه هه بده، از سعدی حافظ باشه. هی چه فاز سنگینی، همه چی سفید سیاه و چیزی رنگینی. یا بازم مه از بستم مه. من مرد تنهای شبم. چرا دیگه فقط یه بیت اصلا چی میگه؟ خب بگو خانم. محمد نبودی ببینی. آره اون هم میشه. بله بله. کارتون. ما یه یادی از جهانارای عزیزم کردیم. روز سوم خرداد بود افتتاحیه برنامه بود، اولین قسمت. خب چی شد الان با چی؟ محمد نبودی ببینی، شهر آزاد گشت. ته. بله. ته بفرمایید. ته. ته دیگه آزاد گشته البته. گشته دیگه. داره.
هللیوسا آخه هللیوسا لله هله هللیوسا هی بده همه شعراش با هی شروع میشه با هی هم تموم میشه همه ترانه‌هاش رو فرده با هی شروع میشه هر چی میگی با هی رفت با هی هم تموم کرد الان باید هی بدم حافظه خوبی ندارم مجید جان گفتم حافظه خوبی ندارم وارد این بازی نشو همیشه نگاهت به راه پیشینه برام رفتن تو همه آخرینه هی دوباره ببینم باز هی داری هللیا هللیا هواپیما شماره 24 هواپیما شماره 24 فرود آمد فرودگاه آبادان نه 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 بفهم این شعر بود گفت بله بچی بود چه شعر اصیلی هم بود از کی بود نونه از کی از تو اینجوری خود از دل خون یه جایشو من میگم ها حالا بگی سو عملشو بگی بقیه‌اشو میگم همه رو تو نگو یه جای من نمکدان طاقت دوری ندارد این نمک در نمکدان طاقت دوری ندارد نمک در نمکدان شوری ندارد شوری ندارد دل من طاقت دوری ندارد ده ده همشو خودمون داریم میگه راست میگه آقا شما رو برنده اعلام کنیم قبوله به افتخار دوستان یه دست بزنید آقا دست بزنید توی همچین گروه قوی ما بازنده باشیم هیچ اشکالی نداره ما بله واقعا همه چیزش آقا پر انرژیه بله واقعا نامبر وان بین دو تا کنسرتاش نمیدونی چیکار میکنه میخوای ببینی یه صحنه از بین دو تا کنسرتاش چه جوری انرژی داره گروهش گروهشون بین دو تا کنسرت ببین چیکار میکنه میخوای ببینی بله بله. بچه‌ها یکی از فیلمایی که وضعیت گروه ما بین دو سانس خب دیدین واقعا دمت گرم انقدر انرژی داری عالی اون بندشون بود بند حرفه‌ای بین دو که تعدادمون زیاده بین دو تا کنسرت خب برنده شدیم بچه‌ها شما جوایزتون رو میدیم امید جان از بین 1 2 3 4 یکی رو انتخاب کنی یک خب مش داره اشاره داره لایک داره اوکی هم داره خب چیه اینا خونه است که هر کدومش یه دونه از ایناست شما کدوم انتخاب میکنید کاش که تو ویدیو اول اصلا میشد اینو نشون بدیم ببینه خوب. انتخاب کنه لایک میخوای لایک رو انتخاب میکنم لایک رو میخوای بیا ببین قسمت رو ببین نیسان داد میلیبوس داره میبره اصلا بیزینسمن ها یه نیسان داد یه میلیبوس داره میبره واقعا دمت گرم مبارک باشه قربونت برم چه میلیبوس خوشگلی هم هست کل گروه توش جا میشن کل گروه آقا من بله. بکنم اینو میذارم اونجا بعد نه شما اینا رو اسپری بزن چشم و... حالا که اومدی جواب چان برای شما هم خانم پروانه یکی از اینا رو انتخاب کنین این خدمت شما چیا بود؟ 1 2 3 4 نه 1 2 3 4 سه رو چهار تا میوه است هندوانه بادمجان لیمو هلو هندوانه ببینیم چی در میاد البته بادمجان میوه نیست ای خدا چیه؟ ایشالله زندگی خوبی تشکیل بدین در آینده انشالله جفتتون بختتون وا بشه انشالله همسرهای خوبی رو انتخاب کنین و زندگی خوشی رو آغاز کنین این هم خدمت شما اجازه بدید من تلفنی کنم براشون خیلی زحمت کشیدی مجید جان بله جانم بادمجان البته جز میوه نیست که گذاشتین اون تو ها بادمجان میوه است راست میگه نه راست میگه تو گفتی 4 تا میوه است بله اشتباه گفتم چت ببین حواسش کجاست پیگیر چیاست من تخصصا بادمجان درمانیه نه بعد خیار میذاشیم یا موز آره دقیقاً مثلا اونا میوه بله بادمجان درمانیه بسیار و درست میگین بادمجان بله خیلی فواید زیادی ولی ما
ممنون، متشکر. به 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 اینم شوک بالاخره ما هدایایی از اگه میتونستم اینقدر جایزه میدین زودتر میمدین. بازم بخوای میایم اگه اینقدر جایزه میدین هر سری زودتر میایم. جایزه؟ آره اگه آره این مال حامی مالی برنامه‌مونه، مال قسمت پنجممون. مسئول الکلم. فروشگاه اینترنتی ویترینه. به به. تو سایت ویترین دات شاپ میری و سفارش یه سری اتکلون لوازم آرایشی بهداشتی میدی و آها الان معلومه زنان مردانه داره که اورجینال جنساشون و تخفیف داره، همیشه تخفیف دارن. یه پوان دیگه هم داشت اینه خدمتشون، کلید شانس. بله یک چیز دیگه هم داشت، کلید شانس. تو سایتشون میری که شانستون رو امتحان میکنی و تخفیف ویژه هر لحظه ممکنه برنده بشین. خب خیلی هر لحظه ممکنه. آره یعنی میذاری اونجا واقعا برنده شدی مثلا، واقعا یا میبینی یک چیکالری رو مجانی میبری واقعی، یا میبینی سایت ویترین دات شاپ حتما برین امتحان کنین. این خدمت شما مرسی، این هم خدمت شما مرسی. بسیار عالی. بفرمایید اومد دیگه خدمت شما. خیلی ممنون. داری؟ خیلی من آرزوم بود که بح بح بح. اینم خانم پروانه. خیلی ممنون. اینم عین همونه، ببینید فقط اسمتون فرق داره. دوربین میگیره؟ خیلی ممنون. اینم تقدیم به شما از طرف امشو. به به، از طرف امشو لوحشونه. فوق‌العاده. مرسی. زنده باشی. خیلی ممنون. بازم به افتخار مهمانان عزیزمون دست بزنید. خیلی ممنون. واقعاً لطف کردید. دمت گرم امید، اینقدر انرژی داری. اینقدر با صفایی، اینقدر دوست داشتنی و عزیز هستی. مرسی از شما. مرسی خانم پروانه عزیز، متشکر. مرسی از شما. ما انتخاب های فالووراتون واقعا میگن و ما اون دوستان رو دعوت میکنیم. مرسی. خیلی ممنون. لطف کردید دعوت ما رو پذیرفتین و فالووراتون رو خوشحال کردین. قربونتون برم. ما میریم با امین حسین و دنیا هستیم. خداحافظی اگر میخواییم بکنیم. مرسی. خیلی ممنون. کدوم دوربینم؟ بله. همین دوربین خودمون هست. بله. خیلی ممنونم، امیدوارم که از برنامه خوشتون اومده باشه و این لحظاتی که در کنار هم بودیم تونسته باشیم لبخند به لبتون بیاریم. هرچی که گفتیم بیشترش بابت این بودش که برنامه از حالت جدی بودن و خوش بودن در بیاد و حالت فان داشته باشه. یه وقت خدای نکرده چیزی نگفته باشیم که کسی به دل بگیره یا اینکه بخواد سوء برداشتی بشه. در صورت خیلی ممنون که تحمل کردید و مرسی از دعوت شما. پداشم قربونتون برم. و شما منم خیلی تشکر می‌کنم از شما و همکاراتون. آقای حاجیلی خسته نباشید و شما و خیلی ممنون که برنامه ما رو دیدین. امیدوارم که خنده‌ای به لبشون اومده باشه و همیشه شاد و سلامت باشه. بله ما برنامه ادامه داره، یه آرم سشه میبینیم با امین حسین و دنیا هستیم. بفرمایید قربونتون برم. مرسی خیلی ممنون. خیلی خوش اومدید. من اینا رو براتون میارم. خب امیدواریم که از برنامه لذت برده باشید. به دلیل استقبال بی‌نظیر شما از فروشگاه اینترنتی ویترین، این مجموعه جشنواره‌ای رو برگزار کرده با کلی جایزه، با کلی اتفاق، با کلی تخفیف ویژه که تا چند روز فقط فرصت دارید. پس فرصت رو از دست ندین و به سایت vitrin.shop یا آدرس آیدی اینستاگرام vitrin_store مراجعه کنین و خریدتون رو انجام بدین. فقط یادتون باشه اگه میخواین یه خریدی انجام بدین که کلی تخفیف زیاد توش باشه، چند روز بیشتر فرصت ندارین و برین خریدتون رو اونجا انجام بدین، لذت ببرین. همچنین زیر تصویر برای شما این آدرس ها نوشته میشه، میتونین برین اونجا و خریدتون رو انجام بدین. اگه موافق باشین بریم برای قرعه کشی. بله بریم برای بخش جذاب به قرعه کشی. کامنت ها رو باز کنید که ما شروع کنیم برندگانمون رو اعلام کنیم. بله. خب کامنت ها باز شده؟ الان باز شد. خب شما میخواین اولی رو؟ من هنوز لود نشدم. من هم میتونم شرکت کنم تو قرعه‌کشی. بله بله. 100%. من هم برم در لایو. خب من یک چیزی هم بگم، من اون سری گفتم این یک مسابقه است، هدف خود برنامه است که محبت میکنین میبینین. هفته گفتم اگر کسی برنده میشه احساس میکنه این پولو نیاز نداره و خود برنامه لذت میبره، اگر اون پولو نیاز نداشت به کسی که فکر میکنه نیاز داره این روزها کمک کنه یا جایی مکانی اگر نیاز دارن به اونا کمک کنه.
ما دو تا از برنده های هفته های قبلمون واقعا برگردوندن در اون راستایی که قرار ما مدرسه سازی بکنیم. یک جا در این برنامه امشو گفتیم مدرسه میخواییم بسازیم، برامون پولشون فرستادن و ما گزارشش رو تو پیج همین ویترین استودیو میبینین. و باز دوباره کس کار دیگه کرده بود، حالا فیلماشو هفته بعد نشون میدیم. حالا بریم قرعه کشی رو ببینیم. من با اجازهتون اولی رو گرفتم. سرکار خانم عفت ندافی. به حضرت عباس چقدر سخته. کیم بله. چیوی؟ کیم چیوی؟ اینه نمیدونم، حالا ببینیم کیم چیوی؟ بله. خب منم اینجا. گرفتم. بله. k.sima.h. فقط من یه چیزی رو بگم، ما که اسکرین شات میگیریم و شما عکسی رو که میبینین، آخرین آیدی که توی عکس هستش کسیه که برنده شده. هفت تا شد؟ نه، دو تا اول داشتیم، دو تا هم الان داشتیم، با شما پنج تا. تو الان پنج تا شد. دو تا دیگه مونده، بله، دو تا دیگه هم سریع بریم. منم یک شو میرم، پس رفتم من. بیا ببین چقدر تون تون میخوام جایزه بدم. حسین پور علیرضا. حسین پور علیرضا این آخریه. این هم خودمم. حسین پور علیرضا، باز بزرگ کنم ببینم آخری نفر. و یکی دیگه شما میگیری؟ من میگیرم الان. بله، اینا رندوم. آقای کرمی حمید رضا، مبارکشون باشه، متشکر. خواهش میکنم از شما. ممنونیم. قبل از خداحافظی، ما این هفته یک خداحافظی غمگین و سختی داشتیم با بازیگر بزرگمون، ابر بازیگر، که واقعا در همه نقشاش میدرخشید و بسیار نقشها داشتن، نقشهای مثبت و نقشهای منفی هم بازی کردن، ولی نقشاشون انقدر خاص و جذاب و به یاد ماندنی بود، با هر نقشی مردم با تمام وجود دوستش داشتن، برای مردم محبوب بود، دوست داشتنی بود. استاد محمدعلی کشاورز عزیز، این برنامه رو، این قسمت رو تقدیم میکنیم به محمد علی کشاورز عزیز بزرگوار، روحش شاد. لحظه وصل عجیبی است. تحقیق کنید کفش های من کجاست. اگر نبود، تجسس کنید چه کسی آنها را برده. امان از آه درویش. وای اگر شعله برافکند، همه میسوزیم. خدایا منو بکش تا از دست اینها راحت بشم. یا منو بکشه یا باشه ترسو، اما کشته نمیشم. اما برو از اینجا بیرون. انگار ما بی دعوت اومدیم اینجا. آدم یه بار سلام میکنه، اگه جواب نداد دیگه بهش سلام نمیکنه. حواستون جمع با، تو باید حساب همه رو داشته باشی. اول باقی در روزگاری که لباس پدری به تن بعضی‌ها گشاده، شما سالار همه پدران دلسوز بودید. استاد محمدعلی کشاورز بدرود، خدا نگهدار. و خداحافظی با تماشاچی های عزیزمون. خداحافظی میکنم با تمام تماشا. اجازه میدین من نه دیگه بزیبون. اومدم دیگه، حالا دیگه خداحافظی هم بکنیم. سلام درست حسابی نتونستم. باشه سریع از خداحافظی کن برو. خب قبل از اینکه خداحافظی کنم یه نکته ای رو میخواستم خدمتتون بگم. نه 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 نه، نکته مکرر بلش. خداحافظی. یه خواهشی ریزی کوچیک. نه نه خواهش نه، من خواهش میکنم خواهش نکن، فقط خداحافظی کن. دعا بکنم. دعا بکن. بله دعا خوبه، ذکر خوبه، خیلی نعمت. بله بگو. دعا میکنم دائما خدا کمکم کن خواهشم، رویام بزرگه، بهم گفت واسه رسیدن بش دو را جلوته، یا پاشو برنامه کاراتو بچین یا بخواب و خوابشو ببین. آفرین، بیا برو. ممنون. قبل از خدافظی من نکتمو بگم. نه دیگه نکته نمیخواد دیگه، همون خدافظی کافیه دیگه. بیا برو. آقا نمیخواد دیگه، بیا برو عزیز من. قربان خدافظ، خدافظی، خدافظ، برو خدافظ. خدا نگهدار. خب سامان عزیز بفرمایید. استاد فدات شم. مخلصم. زنده باشه.
ایشالله که همیشه شادی باشه، همیشه خوشی باشه. از همه بینندگان و شنوندگان عزیز پنجمین برنامه امشو خدافظی میکنم. در حد خودم، در کنار مجید جان، در کنار جواد جان. جوادو نگو دیگه، جوادو نگو دیگه. جوادو نگم؟ نه دیگه. خب بله، ممنون، فداشم. کمون کاستی های ما رو ببخشید، قربونتون برم، خیلی نوکریم. شبتون خوش، امیدوارم که تا امشوی بعدی هیچ اتفاق بدی برای هیچ کس و هیچ عزیزی در دنیا نیفته. شبتون خوش، خدا نگهدار. بس کن بالا، بس کن بالا. بیا امشو با هم عهدی ببندی، حتی در اوج بدبختی بخندی، سر غم مثل شادی پا بکوبی، با قشون یأس و غصه ها به جنگی. شاد و دستمال به گردون و به لرزون بالا سر، گرد و خاک غم و قصه ببر از سینه و سر، به تکون غبار غم از سر و سر شوره، از همین ناله ی نی تو حال مسرور ببر. بیا امشو با هم عهدی ببندی، حتی در اوج بدبختی بخندی، سر غم مثل شادی پا بکوبی، با قشون یأس و قصه ها به جنگی. زنم تیر هوایی به صفای هر کسی که برای دیگری گشت فدایی، اگه از بخت بدختر زمونه بد و بدتر بشه، من قول میدم امشب بشم بهتر و بهتر.